بینندگان عزیز، سلام بر شما. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز چهارشنبه 22 مهر ماه 1394 و برابر است با 14 اکتبر 2015 میلادی. این برنامه از تلویزیون مردم از واشنگتن از شرق آمریکا به شما تقدیم میشه و شما هم لطف کنید اگر برنامه ها رو دوست دارید به دوستانتون هم معرفی کنید. اگر هم مخالف هستید بیاین بگید که کجاش اشکال داشته، با چی مخالف هستید، تا بینندگان صدای شما رو هم بشنوند و اونها قضاوت کنند. اتفاقا قبل از اینکه بیام روی برنامه داشتم با آقای آریو برزن پیروزنیا، این دوستی که قدیما دشمن ما بود بعد حالا دوستی هست که با هم مخالفیم، هیچ اشکالی هم نداره، صحبت میکردم درباره آقای کامبیز حسینی، اگه اشتباه نکنم اون شخصی که در تلویزیون صدای آمریکا بود، بعد به دلیل اینکه در فرمی که پر کرده بود، نمیخوایم بگیم دروغ نوشته بود، یادش رفته بود بنویسه که سربازی نرفته و اینها، خلاصه از تلویزیون آمریکا عذرش رو خواستن. ولی این دوستان زبلن وقتی میان. اولا شما ببینید اینها با سابقه کوتاهی که در کشور آمریکا دارن تا کجاها نفوذ کردن و چه سازمانهایی رو میشناسن، از کجاها میتونن پول بگیرن که چه برنامه‌هایی رو هم تحویل دوستان بدن. گویا در یه برنامه‌ای آقای حسینی گفته بوده که این آقای اکبر عبدی، هنرپیشه محبوب ایرانی‌ها که به عرب‌ها توهین کرده، خب وقتی که شاعر بزرگ ما فردوسی میاد اون شعرها رو میگه و عرب ستیزی میکنه، از این هنرمند چه انتظاری؟ بعدن این دوستان اعتراض و تهمت و توهین و تهدید که بیارید و بگیرید و ببرید که ما در ایران آزادی نداریم هیچ، اینجا خودمون میخوایم از هم دیگه آزادی رو بگیریم. و من نوشتم بابا شما دوستان که از ملاها بدترید، دلش کنید هر چی میخواد بگه، مدیا آزاده. دوستمون آقای آریو برزن میگه که نه، مدیا باید یک معیاری رو به اصطلاح یک خط قرمزی رو، یک محدوده‌ای رو براش بکشن و اون رعایت کنه. از ایشون میخوام سوال کنم این خط قرمز، این محدوده، این لیمیت رو چه کسی تعیین میکنه؟ شما و بعضی دیگه از دوستان متاسفانه هنوز اون به اصطلاح ذهنیتی که از تلویزیون‌ها و رادیوهای ایرانی چه در زمان شاه که 100% دولتی بود، چه در زمان حالا هم که یا دولتی هن یا از پشت دولتی هستن، اینها رو دارید و شما هنوز با میدیای آزاد خودتون رو وفق ندادید. ببینید همین آمریکا که حالا تازه میدیاش دست کورپوریشن های بزرگ و صهیونیستا و آقای روپر مورداک، هم مورداک روپره که اون هست و اینها، باز یه جایی اجازه میدن مجری برنامه، برنامه گذار حرف خودش رو بزنه، هر کسی هم اعتراضی داره میاد اعتراضش رو میکنه، بعدم مردم همون جوری که آقای آریو برزن عزیز شما متوجه شدید که این شعر مال فردوسی نیست، اونها هم متوجه میشن. پس به نفع شماست که این آقا بیاد حرفش رو بزنه، شما هم خیلی مؤدبانه بنویسید که این شعر مال فردوسی نیست، مال این تهدید و تهمت و اینها رو کنار بذارید. همینجا اجازه بدید از منصور و دیگر دوستانی که حمایت کردن تلویزیون مردم رو تشکر کنم، همچنین از افرادی که زنگ زدن، ایمیل فرستادن، گله کردن که چرا آقا شما نشستی اونجا که اون خانم بیاد اعتراض کنه و توهین کنه به آقای آریانپور، بعد خانم مینو ثقفی بیاد توهین کنه، حتی یه چیزایی رو به دروغ بگه. و من بهشون گفتم که ببینید کار من اینجا این نیست که کسی رو فیلتر کنم یا صدای کسی رو خفه کنم، کار من اینه که یه پلتفرم، یه بلنگو، یه سکوی ارتباطی رو اینجا در اختیار همگان قرار بدم، همه صحبت کنن، شما هر کدومشو دوست داری قبول کن، هر کدومشو شک داری برو تحقیق کن. ما رو تبدیل به بقالی نکنید که فقط یه قلم جنس داشته باشیم، تبدیل به قصابی نکنید که فقط یک قلم گوش داشته باشیم.
بذارید یه سوپرمارکت باشه، این ورش آبجو بفروشه، اون ورش نوشابه بفروشه، اون ورش گوشت بفروشه، اون ورش هر چیز بقالی بفروشه، ولی هر کسی میاد اونجا نگه ای آقا شما چرا آبجو میفروشی، من اومدم گوشت حلال بخرم، گوشت حلال اون ور برو برد و برو، نون سنگک این ور برو برد و برو. در صورت منصور خیلی قشنگ لطف کرد جواب داد که این پاسخ منطقی شما رو پسندیدم. امیدوارم که هممون یه مقداری ریلکس، یه مقداری خونسردتر بتونیم همدیگر رو قبول نکنیم، همدیگر رو تحمل کنیم. این آقای ناصر طهماسبی، دکتر طهماسبی که الان خیلی وقت ازش بیخبرم، میگفت که همه میگن همدیگر رو تحمل کنیم. نه، ما بعض وقتا باید تحمل کنیم، یه مقداری صبور باشیم، رو صحبتهای دیگران به اصطلاح تحقیق کنیم. و الا آقای آریانپور با اون سابقه درخشانی که داره، من فکر نمی کنم به گفته های هیچ کسی خراب بشه یا آقای آریانپور احتیاج داشته باشه به من یا دیگران که بیان براش تبلیغ عوضی کنیم. تا این بنده خدا اتفاقا شنیدم مریضن، خیلی حال به اصطلاح نامناسبی دارن، امیدوارم که اون دوستمون که با ایشون تماس میگیره به ما هم خبر بده که حال ایشون خوب شده و باز هم بتونیم از دانسته های ایشون یا دانش ایشون یا اون چیزایی رو که تجربیاتشون و آموخته هاشون هست استفاده کنیم. و اما روزهای چهارشنبه آقای مینویی، پرویز مینویی از تلویزیون ای2 ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت نیویورک برنامه دارن. ما این برنامه ها رو به غیر از اینکه تلاش میکنیم پخش کنیم، ضبط میکنیم، هر روز پخش میکنیم، روی یوتیوب برای ایشون بایگانی میذاریم. و این کاری که ما میکنیم خیلی از دوستان به اصطلاح دوست دارن، بهش ارزش میدن، میگن این کار خوبیه که این دوستانی که همه هم سنهای بالا هستن و اینها، یک آرشیو یا یک بایگانی دیجیتالی رو شما داره درست میکنی که اگر همین جور پیش بره ممکنه برای نسلهای آینده بشه ازش استفاده کنن. اجازه بدید از اون بانوی عزیزی که باز هم لطف کردن و پیام گذاشتن تشکر کنم. ولی ما بارها میام یه چیزی رو میگیم، یه طرحی رو پیشنهاد میکنیم، وقتی که به عمل میرسه متاسفانه میبینیم به غیر از این که خیلی کار میبره و ما اون نیروی انسانی رو نداریم، از طرفی دوستان هم یه مقداری کم لطفی میکنن. من به همه شماها گفتم که اگر یه مطلبی هست میخواین در موردش صحبت کنید، 3 دقیقه میتونید با این شماره تلفن 202-695-2573 صحبت کنید. باور کنید 3 دقیقه اگر کارتون رو ردیف کنید، بنویسید سرتیترتون رو. شما الان ببینید من 8 دقیقه صحبت کردم، ببینید درباره چقدر موضوع صحبت کردم. خلاصه خیلی چیزا میشه گفت. بعد بعضی از دوستان میگن 3 دقیقه کافی نیست، وقتی لطف میکنن تماس میگیرن، میگم خب با شماره تلفن 703-957-6150 تماس بگیرید، اونجا 10 دقیقه. بعد این تلفن ها این روزا میدونید خیلی ها دیگه تلفن منزل یا لندلاین یا تلفن سیمی ندارن، همه تلفن های موبایل و همراه و گوشی و دستیه. اینام باید ابر و باد و مه و خورشید و فلک و همه چی در کار هست تا اینا بتونن به اصطلاح تماسی بگیرن. مثلا اگر داره صحبت میکنه، یه دفعه یه اتوبوس بزرگی بیاد جلوش، بره یه جایی داره راه میره زیر یک پوششی، هوای کم ابر باشه، ممکنه ساتلایت رو نبینه و نگه، از اون طرف ممکنه دستگاه پیامگیر ما نگه. اینه که دوستان لطف میکنن 2-3 بار زنگ میزنن، من اینها رو باید هی بچسبونم به هم، وقتی صحبت میکنن 7-8 دقیقه بعد متوجه میشن قطع شده، برمیگردن از یه جایی صحبت میکنن، من حالا باید اون 7-8 دقیقه رو هی گوش بدم ببینن این دومی که صحبت کردن از کجاست و برگردیم و درست کنیم و کار میبره. باور کنید اگه کار نمیبرد، من آدم ایرادگیری نیستم که بیام الان وایسم وقت شما رو تلف کنم، ولی کار کردن هیچ اشکالی نداره. به قول معروف اگر آدم کار کنه دلخوشی داشته باشه، این دوستان به نوبه خود حمایت کنن، حتی از دیگران حمایت جمع کنن، کمک کنن. من یادم مدت‌ها پیش این خانم لیلا انصاری اینجا برای این تیمور لنگ برای تلویزیون ما کار میکرد و میرم برای تیمور لنگ، ببخشید دیگه اینو میگم، حتی گدایی میکرد توی این جلسات. آقا یه نفر هست نمیدونم اینجوری افتاده زمین اینجوری، پول جمع میکردن میرفت میداد بلان. نه،
یعنی حقیقتا به خاطر که مثلا برنامه اینو دوست داشت یا شعر خوندن اینو دوست داشت یک کاری انجام میداد. متاسفانه ماها کاری انجام نمیدیم. من بارها گفتم اگر دوستانی که خاطراتی دارن، تجربیاتی دارن، میدونن حرفی برای گفتن دارن، خودشون رو مقید کنن. حتی اگه نمیخوان مقید کنن سر یک روز معین، سر یک ساعت معین، زندگیشون و کارشون رو فلج کنن، بیان بشینن، میتونن بگن ما هفته ای یه برنامه میذاریم 30 دقیقه، ربع ساعت، 20 دقیقه، و از امروز که برنامه رو فرستادیم تو هفته آینده هر روزی سر حال باشیم، دوش گرفته باشیم، خبر خوبی برامون رسیده باشه، نوه هامون اومده باشن، حالا بازی کردن، رفتن خونه، ببینیم خونه چقدر سوت و کوره، میایم میشینیم پیام میذاریم و اینها. مقید به این باشن که یک کاری برای خودشون، برای مملکتشون، برای ملتشون انجام بدن. شما برید ببینید ما از سال 2003 که قبلش هم خب برنامه که داشتیم ساعتی، روز یک شنبه میرفتیم تلویزیون رنگارنگ، روزای سه شنبه پنج شنبه میرفتیم تلویزیون ما تیوی، و الان تقریبا 20 ساله درست سر ساعت معین. یعنی یکی از دوستان میگه آقا من دیگه میتونم ساعت 2 بعد از ظهر وقت واشنگتن رو با شروع برنامه های تو تنظیم کنم. خب ممنون، ولی این به و چه چه خالی که میشه ماجرای تاج اصفهانی، اون هنرمند عزیزی که گفت بابا هی کف نزنید، هنرمند جیباش پر کفه، کف زدن هیچی تو جیبمون نیست، پر کف. در صورت میخوام از دوستان که خب ما امروز مثلا 34 دقیقه من پیام دارم. آقای عقیلی پور لطف کرده بودن یه نامه‌ای رو خونده بودن، بعد یه دوستی گفت آقا این نامه رو که شما یه مقدار من برای شما فرستادم انتظار داشتم شما بخونی. من گفتم که من به خودم جرأت نمیدم بیام چیزی رو که آقای آریان پور نوشته، آقای عقیلی پور نوشته، دیگران نوشتن بخونم، بعد خدای نکرده اشتباه بخونم، غلط و غلوط بخونم، اینها توی روی این دوستان شرمنده بشم. میخوام از خودشون بیان بخونم. ایشون هم لطف کرده، بنده خدا 3-4 بار پیام گذاشته و اینها، ما بالاخره تونستیم امروز درستش کنیم و دوشنبه براتون گفتم که چهارشنبه اینو پخش میکنم. حدود 15 دقیقه شده. من اگر وسط برنامه هام بخوام 15 دقیقه یه چیزی رو پخش کنم، برنامه اصلا اون جریان اصلیش رو از دست میده. اینه که مثل آمریکایی‌ها میایم یه قسمت شو براتون میذاریم 1 دقیقه 2 دقیقه که ببینید ایشون در چه موردی میخوان صحبت کنن، بعد از برنامه خودم این رو براتون به صورت کامل میذارم. چون 2 تا پیام داریم، یکی از اون بانویی که هنوز هم گفته که مایل نیست اسمش گفته بشه تا روزی که خودشون دیگه راحت باشن، آزاد باشن، اسمشون رو بگن، خاطراتشون دارن میگن. ممنونم از ایشون که لطف کرده گفته که من هدفم توهین با آقای آریان پور نبوده، ولی آقای آریان پور وقتی که در رابطه با زنان و دختران ایرانی اینجور صحبت کردن من یه مقداری عصبانی بودم و شاید پیام من یه مقداری حامل عصبانیت بوده. بریم با هم صحبت‌های آقای عقیلی پور رو یه مقدارش رو بشنویم، بعد من 35 دقیقه قبل از 4 بعد از ظهر با شما خداحافظی میکنم و این دو عزیز رو برنامه هاشون رو براتون میذارم که با صدای خودشون پخش بشه. شما در این مورد، در این موارد، چون دوتا هست، چون مورد هاست دیگه، اگر نظری دارید با گفته های ایشون موافقید، موافقم هستید، زنگ بزنید بگید بابا نظر منم همینه، مخالفید زنگ بزنید بگید اینجایی که ایشون میگه 2-2 تا 4 تا، من جدیدن کشف کردم 2-2 تا میشه 16 تا. یه مقداری به خودتون به اصطلاح چی میگن، از خودتون حرکت نشون بدید، نشون بدید که هنوز زنده هستید، هنوز وجود دارید. با هم میشنویم این پیام آقای عقیلی پور رو و برمیگردیم برنامه رو پی میگیریم. ممنون از شما. جناب آقای سربی، در ایمیلی خواستار شدید که نوشته اخیر خودم رو با بیان خودم قرائت کنم. این نوشته مبنی بر اینه که مقصر اصلی انقلاب تنها شاه نبود. به نظر من شاه عامل انقلاب بود، نه تنها مقصر انقلاب. مقاله چنینه: بر باد فنا داد رگ و ریشه جم را، چکلیسان، غلامان خانزاد و
در دربار گرد هم آمده و دربار را به لانه فساد سیاسی، مالی و اشتبکده افسانه‌ای تبدیل کرده بودند. شادروان کم همتا دکتر حسین فاطمی در بیدادگاه نظامی گفت تا دربار شاهنشاهی وجود دارد انگلستان احتیاج به داشتن سفارت در ایران ندارد. در کلیله و دمنه قرخا پیش آمده، کار نزدیکان ملوک حسد و منازعت و بستگالی و مناقشات است و روز و شب در پی یکدیگرند. خب شنیدید یه قسمت کوتاهی رو از پیام هایی که آقای عقیلی پور گذاشتن. این پیام رو در آخر برنامه براتون امروز پخش میکنم. سرتیترش رو هم گذاشته بودن که بر باد فنا داد رگ و ریشه جم را، در رابطه با اینکه آیا شاه به تنهایی مسئول بوده یا دیگران هم مسئول بودن ایشون صحبت میکنن. نظرات شما رو هم مایل هستیم که بدونیم. و اما پیام اون بانوی عزیزی که فعلا مایل نیستن اسم و فامیلشون گفته بشه، از ایشون هم خواهش میکنم اگر مایل هستن که هفتگی برنامه داشته باشن یا حتی مثل آقای فرزاد شبستری ماهیانه برنامه داشته باشن، بگن تا ما ترتیبی بدیم که بتونن بیشتر به جای 10 دقیقه 15 دقیقه ربع ساعت، نیم ساعت، یک ساعت صحبت کنن و با دوستان در تماس باشن. ضمناً به نظر من ترس و واهمه و وحشت هم نداشته باشید. حتی اگه شما فامیلاتون در ایران هستن، ببینید الان توی ایران با چه شهامتی صحبت میکنن و اینها. البته گاهی وقتا اون شهامته دیگه مقداری بیکلگی و دیوانگی خودشون و خانوادهشون رو به دردسر میندازن که چند تا موردش رو دیدیم تا حالا. اون کار رو ما نمیگیم شما انجام بدیم، ولی از این که خودمون رو تو آمریکا و اروپا هم بخوایم سانسور کنیم، به نظر من این هم درست نیست. بشنویم یکی دو دقیقه از صحبتهای این بانوی گرامی رو و پیام ایشون رو هم در آخر برنامه امروز پس از برنامه آقای پس از پیام آقای عقیلی پور براتون پخش میکنم. سلام بر شما و بینندگان و شنوندگان شما. در برنامه قبلی من قصد توهینی به جناب تیمسار آریان‌پور نداشتم، فقط الفاظی که ایشون در مورد زن ایرانی به کار بردن منو ناراحت کرد و اون چیزایم رو که میدونستم در اون مورد گفتم. هیچ به عنوان هر زن ایرانی این حق رو داشتم که اون لغات رو از ایشون نشنوم، الفاظی چون خانم بازی یا دختر بازی که واقعا برای من سخت این لغات رو تکرار کنم. به هر حال میخواستم از اینجا شروع کنم که 10-15 سال قبل از انقلاب چه اتفاقای افتاد که دولت مردان ما کارشون رو نمی کردن و نمی تونیم همه چیز رو شاه. خب دوستان عزیز، ضمن تشکر از این دوست گرامی، نظر شما رو جلب می کنم به این برنامه ها در آخر برنامه سربی با مردم. و اما برگردیم به آمریکا و ببینیم که اینجا چه می‌گذرد. دیروز سه‌شنبه این ماجرای صحبت کردن در سه‌شنبه، انتخابات در سه‌شنبه، اون استیت آف دی یونین سه‌شنبه‌ها، اینا هم ماجرایی داره. برید اگر بخونید راجع به آمریکا، میگه وقتی که آمریکا بیشتر مثل دهات این ویه ده این ور یه ده اون ور یه مزرعه این ور یه مزرعه این ور بوده، این انتخابات و اینها رو میذاشتن سه شنبه، چون یه شنبه ها که مردم باید میرفتن چرچ رو برای همدیگه منزل درست میکردن و بارم درست میکردن و اینها. دوشنبه ها هم نمیتونستن برسن به شهر، در نتیجه تا میخواستن برسن میشده سه شنبه. رای گیری رو گذاشتن روز سه شنبه، صحبت کردن رئیس جمهور و اینها رو گذاشتن روز سه شنبه. به همین خاطر الان میبینید اینایی هم که ثبت نام کردن که
به اصطلاح به عنوان نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا برای سال 2016 باشن که حقیقتا 2017 میشن رئیس جمهور، 21 ژانویه 2017 یا 20 ژانویه 2017. دیشب برنامه یا سومین مناظره، دو تا مناظره تا حالا مال ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه بوده، از بس تعدادشون زیاده تو سر سگ بزنی نامزد جمهوری خواه میاد بیرون از دهنش یا از هر جاش. و اولین مناظره نامزدان یا نامزدهای حزب دموکرات دیشب بود که 5 نفر بودن و 5 نفر اون اصلیش رو میشناسید، خانم هیلری کلینتون که دیشب در این مناظره میگم من به خاطر اینکه فامیلیم کلینتون هست نمیخوام مردم بهم رأی بدن، به خاطر اینکه زن هستم هم نمیخوام بهم رأی بدن، ولی دروغ میگن همه اینها، یه جوری میچرخونن مطلب رو و تا الانم وضعش خوبه، ولی اینجوری که آقای برنی سندرز صحبت میکرد فکر کنم این بار هم آقای برنی سندر میاد همون بلایی رو که اوباما به سر هیلری کلینتون آورد میاره، یعنی با کمک و نیرو و دانش جوانها در کار کامپیوتر و اینها رو منسجم میکنه، بعد به اینها میگه که دانشگاه ها رو مجانی میکنم، نمیدونم حقوقا رو زیاد میکنم و این و آن و اینها، ملت به اینها رأی میدن، همچین که ایشون هم رفت توی کاخ سفید دوباره میشه مثل همونا و از جورج بوش پدر گرفته، میاد میگه آقا مگه شما بلد نیستین، من که مسئول مالیات نیستم، لابد اینم یه چیز دیگه ای میگه. خلاصه صحبتهایی که دیشب میکردن همه سعی میکنن صحبتهای زیبا و دلنشین و دلچسب به من و شما تحویل بدن، باید صبر کرد و دید تا ببینیم چه خواهد شد. خانم نایر دوستمون نوشته بود که این شما یه بار گفتید یه 19 نفر، یه بار گفتید یه 20 نفر از لیبرتی آمدن به آلبانی و ما باید خوشحال باشیم یا باید نگران باشیم، چون شنیدیم که مجاهدین این نیروها رو حقیقتا یه جوری به صورت نیروی ترور و وحشت و اینها داره ارسال میکنه. من گفتم والا دیگه فکر نمیکنم این بیچاره ها همشون توی مرز بالای 50 و 60 سال و اینها هستن، فکر نمیکنم وقتی پاشون برسه با آلبانی چراغ خیابونا رو ببینن، مردم رو ببینن، دیگه به فکر این باشن که دنبال حرف رجوی یا خانم مریم رجوی باشن. و باید امیدوار بود. البته یه مقاله رو خوندم تو کانون آوا اگه اشتباه نکنم 1 سال خورده پیش، 2 سال پیش آقای علی اکبر راستگو هشدار داده بود که با این صحبتایی که رجوی برای اینها کرده، اینهایی که میان اینجا یه مقداری خطرناکن، مواظب باشید، اگر عمل ناشایستی از اینها سر زد به پلیس اینها رو به اصطلاح ریپورت کنین، لاپورت یادتونه تو ایران میگفتنی، همون ریپورت خودمون بوده، گزارش بدین. و اما مناظره نامزدهای ریاست جمهوری در آمریکا، اون قسمت دموکراتش که دیدیم و اگر ندیدید حتما روی اینترنت هست، روی یوتیوب هست، CNN برگزار کرد. حسن CNN هم اینه که یه برنامه رو مثل ما دوباره هر 4 ساعتی یه بار نشون میده، انقدر نشون میده که مطمئن بشه همه دیدن. و اما جالب اینه که آقای روحانی هم رئیس جمهور ایران، ایشون هم تصمیم گرفته بود 3 شنبه شب صحبت کنه. آقای روحانی یه جورایی مثل که حالا انگلیسی بودن و آمریکایی بودن تو یواش یواش داری رو میکنی. و ایشون هم توی صحبتی که دیشب کرده بوده گفته بوده که 2 ماه دیگه این تحریم ها برداشته میشه، ضمن این که وزرای خودش میگن آقا این قول و وعده و وعید ها رو نده، کجا 2 ماه دیگه، بعضی از این تحریم ها تا سالها برداشته نمیشه. و هنوز هم این ماجرای تحریم و برجام و اینها با وجودی که تصویب شد هم در مجلس آمریکا هم در مجلس ایران، ولی دوستانی هستند که مخالف هستند، مثلا این آقای پاشایی همین که 2 تا گلوله تو دهنشه، نه خدایش نکرده فکر کنین کسی شلیکش کرده، خودش بچه که بوده 2 تا ساچمه خورده همینجور تو دهنشه اینجوری صحبت میکنه. ایشون نشست های 2 سالانه در آلمان داشتن و ایشون صحبت میکرد، میگو ما مخالف
این بودیم که تحریم ها از بین بره و امیدوار بودیم که با وجود تحریم ها جنگ نشه و اینها دروغ محض، اشتباه محض و اینها. تازه حالا میشینن بعد از 37 سال جلسه میذارن، بعد ایشون هم سخنگوی حزب مشروطه است هم دبیر کله، میگن مورچه چیه که کله پاچش چی باشه. اینم اینها 4 تا آدم ندارن که یکی بشه آقا، مثل همون شورای ملی آقا رضا پهلوی هست، خودش رئیسه، خودش صبح جارو میکنه، آب میپاشه، چای درست میکنه، خودش از سخنگو میشه، خودش نمیدونم چی بگم. آقای فواد پاشاهی هم لطف کردن و زحمت کشیدن و رفتن آلمان، حالا ببینیم چی میشه. یه بار اونا میرن تو برنامه های اینا، یه بار اینا میرن تو برنامه اینها. خلاصه یه مشت پیرپاتالتر از من برای خودشون دکون باز کردن، مغازه باز کردن، به جایی که از تا از جمع بشن تو کافی شاپ و قهوه خونا و بشینن این نقالا و قوال های فردوسی رو گوش کنن و یا حالا تلویزیون نگاه کنن و شطرنج بازی کنن، میرن اونجا دور هم جمع میشن. ولی هم من میدونم هم شما میدونید بعد از 37 سال هنوز یه سازمانی نداریم که بگه آقا من 100 نفر اعضا دارم که این اعضاش حاضرن اگه من گفتم فلان روز بیان تو این میدون بیان، ندارن، دروغ میگن. آقای نوریزاد، محمد نوریزاد که معرف حضورتون هستم، منم 2 یا 3 بار با ایشون مصاحبه کردم، الان با خوشحالی ویدیو گذاشتن روی اینترنت که شدیم 200 نفر. 200 نفر رو نگاه کن آقای نوریزاد، یه مش مادر داغدار، یه مش پیرمرد بازنشسته، اینها نه کاری دارن، نه زندگی دارن، نه امیدی به فردا دارن. اینا رو شما برمیداری میاری اونجا، دیگه انقدر عادی شده پلیس هم بهشون کاری نداره. خب شما 37 سال طول کشیده 200 نفر جمع کردی، این 200 نفر هم از لحاظ نیروی بدنی و از لحاظ سن ماشاءالله خیلی خوبه، نمبرش بالاست، شمارش بالا، ولی اینها چه کار میتونن انجام بدن؟ چه کار مؤثری میتونن، چه کار مؤثری دارن انجام میدن که اگه فردا انجام ندن مملکت بخوابه یا رژیم جمهوری اسلامی به خطر بیفته؟ نکن آقا، برو به فکر کار و زندگیت باش، برو دنبال زندگیت. یه مدتی رفتی با این آخوندها پدر ملت رو در آوردی، حالا آمدی و به اصطلاح میخوای بشی نمیدونم رهبر و بیفتی اون جلو. اینم آقای محمد نوریزاد، 200 نفر شدیم. من برای ایشون نوشتم آفرین، حتما 20 سال دیگه اگه صبر کنیم شما میشید 300 نفر. بعد گفتم نه بابا صبر کن، تا اون موقع این 200 نفر مردن، میشید فقط 100 نفر. خب 100 سال دیگه صبر کنیم. کنگره 2 ساله حزب مشروطه در آلمان، آقای فواد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران، برید ببینید و بخندید. امروز داشتم با یه تلویزیونی کار میکردم و ضبط میکردیم یه برنامه ای رو، بعد به ایشون گفتم که گفت شما صحبت کن به عنوان گوینده. گفتم به عنوان گوینده تلویزیون مردم یا به عنوان گوینده خنددار تلویزیون های پادشاهی و تلویزیون های لس آنجلس؟ گفت حالا به تو به عنوان تلویزیون لس آنجلس. گفتم که بله، ما آریایی های بالا بالا داریم این بالا پرواز میکنیم، حشیش خوبی بوده و ما باید اینجوری باشیم اونجوری باشیم. این بنده خدا داشت از خنده روده بر میشه. این هم از این. خب کلینتون شود ریتایر هاستایل ایران ریتوریک. خانم کلینتون دیشبم آخرین سوالی که ازشون کردن که شما چه فعالیت های خوبی کردید و بگید که چه کسانی بابت این فعالیت ها با شما دشمن شدن، احمقانه گفت ایرانی ها دشمن من شدن، در صورتی که این هنوز رژیم ایران رو از مردم ایران جدا نمی کنه. ضمناً رژیم ایران هم من فکر نمی کنم دشمن شما باشه. شما هم زمانی که خودت رئیس به اصطلاح وزیر امور خارجه بودی، هم زمانی که همسرت رئیس جمهور بود، هم زمانی که خانم مادلن آلبرایت چیز بود، روابط شما قالی که آقای امیر هوشنگ امیر احمدی آورده داده به هوشنگ امیر احمدی آورده داده به اون خانم و پسه و نمیدونم فلان اینا هست، قالی که آقای ظریف آورده نمیدونم به سازمان ملل داده و این داستان هایی که شماها در عمان، اردن نه، در کشورهای دیگه توی هتل ها و اینها همدیگر رو میدیدید و مخفیانه و اینها، داستاناش هست و بهتره که این دروغگویی و سیاست بازی رو کنار بذارید. و اما
پیام های اون بانوی گرامی رو براتون پخش میکنم. آخر این برنامه من اینجا نوشتم که یادم باشه پیشنهاد داشتن برنامه های هفتگی یا ماهیانه به این دوستان بگم. من مثلا قبلا با آقای عقیلی پور برنامه های هفتگی داشتم که اون برنامه ها رو آقای بهمن احمدیان حمایت میکرد. خب دوستانی که برنامه های آقای عقیلی پور رو میدیدن، ایشون زحمت میکشه، از وقتش، از عمرش، از جونش، از خاطراتش میاد میگه، شما هم همت کنید برنامه ها رو حمایت کنید. خب دوستمون منصور لطف کرده حالا حمایت کرده، امیدوارم این حمایت ها همیشگی باشه، یک بار نباشه. اگه توجه کرده باشی منصور جان، من دو تا متشکرم میفرستم، یکیش متشکرم، یکیش میفرستم متشکرم برای حمایت های دائمی شما که اون سبزه و عکس برگ و اینها هست که نشون میده که با همین شبنم ها، با همین نمنم بارون که حمایت های شماست، این مردم تیوی سبز میشه. حالا ببینیم ما تا کجاش رو فکر کردیم که چه عکسی رو برای چی بذاریم. اون یکی هم که با یه قلم خودنویس نوشتیم تنکیو، که کوروش گفت آقای سوری چه خط خوشگلی داشتی، ما خبر نداشتیم. گفتم باید از اینترنت تشکر کنم. بله تماس بگیرید با این دوستان، با من تماس بگیرید، بگید که ما حاضر هستیم یک ماه، یک سال برنامه های اینها رو حمایت کنیم، تا اونها هم تشویق بشن، بگن خب پولش رو یه نفر دیگه میده، وقتش رو یکی دیگه میگیره، من اقلا بیام وقت بذارم خاطرات خودم رو منتقل کنم به نسل جوان، یا اگر خودشون دارن دیگه کار ما رو راحت تر کنن، خودشون حمایت کنن و برنامه داشته باشن. خب دیشب داشتم چارلی روز رو نگاه میکردم، یکی از پرسابقه ترین و ماهرترین برنامه گذاران آمریکایی که در پابلیک تیوی برنامه داره و مصاحبه هایی که میکنه مصاحبه های جانانه است و با همه هم مصاحبه میکنه، از اون ور با ظریف و روحانی، از اون ور با احمدی نژاد، از اون ور با پوتین، از اون ور با بشار اسد. دیشب با رئیس جمهور مغولستان منگولیا، و میدونید که مغولستان یه زمانی امپراتوری داشته، حدود 400-500 سال پیش اگه اشتباه نکنم، همون موقعی که چنگیز خان مغول حمله میکنه به ایران و روسیه و عراق و اینها. و جالبه که این کشور مغولستان یا منگولیا که بین چین هست و روسیه و کشور نسبتاً کوچیکی هست، دو برابر تگزاسه، ولی برای جمعیت 3 میلیونیش حدود 60 میلیون گاو اونجا هست. 3 میلیون آدم، 60 میلیون گاو. البته خب بعضی ها میگن جمعیت ما هم شده 75 میلیون، ولی معلوم نیست که همش 75 میلیونش آدم و انسان باشه دیگه، ما تو اون قسمت صحبت نمی کنیم. این رئیس جمهور میگه کشور ما یه اقدامی کرد خیلی جالب، این بود که در عرض چند سال از دیکتاتوری و کمونیستی 100% به یک کشور آزاد و دموکراسی 100% خودش رو تبدیل کرد و میگفت امروز توییتر آزاد، اینترنت آزاد، شما آزاد، اونا آزاد، میتونن بیان برن. و آقای خامنه ای، شما اگه به جوانها میگید که مملکت رو به اصطلاح رها نکنید و نرید یه جای دیگه، گول حرفای اونها رو نخورید، خب شما مملکتی ساختید که این جوانها میل و رغبت ندارن که توش زندگی کنن. جوانها چیه؟ اونایی هم که 50-60 سالشون هست میخوان به یه جوری در برن. شما یه مملکتی بساز که اگر دنیا هم آمد یه نفر رو فریب داد، طرف تا آمد اینجا پاش رسید اینجا یه ماه، دو ماه، یک سال وایساد، بگه آقا اینا چی هست، همش دروغ گفتن، ماشالله ببین چه ایرانی ما اونجا داریم، برگرده کاسکوسر رو برگرده بیاد اونجا. شما فقط سخنرانی نکن که سخنرانی کرده باشی. مگر شما ها نگفتین این فرار مغزها برن، ما مغز نمیخواهیم؟ حالا چی شد؟ کله پاچه فروشی باز کردی؟ مغز کم آوردی؟ روی فیسبوک مردم تیوی اگه برید، ما این خبرهایی رو که به نظر جالب میاد گذاشتیم. مثلا اون روز یه خانم آقای جوونی ازدواج کردن، توی این ازدواجشون تصمیم گرفتن که جشن ازدواجشون رو در بین اینهایی که تو کارتون میخوابن شبا، و الان
اومدن از اون حالت بیرون، یه جایی رو براشون درست کردن، درس بهشون میدن، کار یادشون میدن، که طرف وقتی طرف توی کارتون میخوابه صبح بلند میشه گرسنه است، خب یه مغازه‌ای رو میره، هم نه که همشون دزدن، ولی میره دزدی میکنه، شغل نداره و اینها، هیچ کم نمیتونه سرزنشش کنه. ولی اگه بهش شغل بدن، آموزش بدن، بهش یه وضعی، یه زندگی، یه خونه، اینها، این مسئولیت ها باعث میشه که اینها خود به خود شهروندان خوبی بشن. آفرین بر این خانم عروس و اون همسرش که رفتن جشن خودشون رو، جشن عروسی خودشون رو، به جایی که با فامیلای پولدارشون و اینها به اصطلاح خوشحالیشون رو در میون بذارن و سهیم بشن، رفتن افرادی رو خوشحال کردن که مدتها بوده ناراحت، دلتنگ، خسته و خوشحالی رو ندیدن. آفرین. و ما احتیاج داریم از این نوع جوونها بیشتر داشته باشیم، نه این جوونهای احمقی که پول باباشو نمیدونم چند میلیارد تومان میره میده یه ماشینی که یه شب بیاد بالای خیابون پهلوی یا خیابون نمیدونم هر چی که اسمش الان آزادی چیه، هی تر بره بالا، تر بیاد پایین، هوا رو کثیف کنه. اونا رو به قول آقای اجلالی باید یه نفر بشینه بگه آقا اینا رو از کجا آوردن؟ یه بچه 18 ساله 20 ساله این ماشینای رنگارنگ و نمیدونم تلویزیونای چی میگن، منزلهای آنچنانی و فلان اینها، امیدواریم یه روزی این قانون از کجا آورده اید رو که شاه به نحو بدی اجرا کرد به یه نحو خوبی بشه اجرا کرد در ایران، و ببینن که این آقا یا این خانم این پول رو از کجا آورده و چه میکنه. در صد مصاحبه رئیس جمهور مغولستان رو با چارلی روز ببینید که چگونه یک کشوری از کمونیست و دیکتاتور تا آزادی کامل میاد. ایشون گفت من سفر کردم هم به کره شمالی و اونجا گفتم که میخوام برم تو زندانها و تو دانشگاه صحبت کنم، گفتن نه تو زندان نمیتونی بری، میتونی بری تو دانشگاه. گفت اونجا وقتی رفتم تو دانشگاه صحبت کردم، با وجودی که طرف صحبت من دانشجو بودن، ولی گفتم که ببینید حکومت‌های دیکتاتوری اینها به اصطلاح عمرشون یه حدی داره و اون حد به آخر میرسه. در رابطه با سفرش و دیدارش با خامنه‌ای در ایران صحبت میکرد، میگفت اونجا هم حتی ما با خامنه‌ای صحبت کردیم، آهان بهش گفت شما در عراق نیرو داری؟ گفت بله، من حتی اونجام که رفتم ایران گفتم که میدونید ما 400 سال پیش همه این ایران و عراق و نمیدونم این کشورها زیر سم اسبای ما بوده و زیر به اصطلاح امپراتوری چنگیزخان مغول. در هر صورت این رو هم با افتخار میگفت، ضمن این که چنگیزخان مغول اون کاری که کرده، جهان کشورگشایی و جهان نمیدونم خراب کردن و فلان اینها، برای کشورهای دیگه نابودی و اینها آورده، ولی اینها بهش افتخار میکنن، همینجوری که ما به کوروش و داریوش افتخار میکنیم، همینجوری که یونانیا به اسکندر افتخار میکنن. ولی در همون حال بعضی وقتا این حملاتی که میشده باعث میشه که یک کشوری به جلو حرکت کنه، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ صنایع، از لحاظ پیشرفت، و این اتفاقات افتاده، چه در حملات قبل از اسکندر کوروش، چه بعد اسکندر به یونان، چه بعد نادرشاه، چه قبلش چنگیز خان، هر کدوم از این دیکتاتورها، همین هیتلر وقتی حمله کرده به دنیا، شما ببینید تمام این صنعت هواپیما و ماشینا و اینا بیشتر اون موقع به اصطلاح با سرعت بیشتری جلو رفته، و حالا دیگه چه صنایعی پشت ماجرا هست که من خبر ندارم یا وقت نداریم در موردی صحبت کنیم، بمانه این از این. و اما آقای سیامک ستوده، میدونید که سالهای سال هست نشریه چاپ میکنه، من یه روزی هم میخوام از ایشون بپرسم که از حاصل کارش راضی هست یا نیست. نشریه اینترنتی به نام روشنک رهایی. سلام دوستان، به پیوست ادامه تاریخ گفته نشده اسلام از سیامک ستوده و افزایش فقر در تورنتو از پرتو و قسمت 17 خاطرات یوسف افتخاری را برایتان ارسال می کنم. پرتو 25 سپتامبر 2015 میگه با کمک های دولتی غذای روزانه را هم نمی توان خرید. البته ایشون در رابطه با کانادا داره میگه، میگه که اخیراً از طرف مؤسسه دیلی برید فود بانک
آماری منتشر شده که نشان می‌دهد از زمان افت اقتصادی سال 2008 تا کنون دریافت کنندگان کمک‌های مالی دولتی در هسته مرکزی شهر تورنتو 16% کاهش داشته، در حالی که تعداد این افراد در مناطق حاشیه‌ای‌تر این شهر 45% افزایش یافته. این مقاله شکایت میکنه که این پولی که به اینها کمک میکنن نمیشه غذای روزانهشون هم حتی تامین بشه. خب باز بابا اقلا خدا پدر اینا رو بیامرز، اگه یکی نداره بهش فود استمپی میدن، کمکی میکنن. حالا اگه نمیتونه هر روز بوغلمون بخوره، ولی میتونه نون توست با کره بخوره، نون با پنیر بخوره. به فکر کشورهای خودمون باشین دوست عزیز. آقای سیامک ستوده، میدونم شما در تورنتو هستی یا در کانادا هستی، ولی یه مقداری شما یه مدت هم رفتید دنبال کار افغانی ها، که اگر شما کار ایرانی ها رو درست کنی، کار افغانی هایی هم که تو ایران هستن درست میشه. این حرفی بود که آقای جلیل بهار هم میزد، میگو این دوستان بهایی که خودشون رو تافته جدا بافته میدونن، چرا نمیگن وضع ایران رو درست کنیم؟ چرا میخوان فقط وضع بهایی ها درست بشه؟ ماشاءالله وضعشون هم که همه جای دنیا خوب است و اینها. در هر صورت نمیدونم، من گاهی وقتا این نامه ها، این ویدیوها، این نوشته ها، خبرها رو نه گاهی وقتا، همیشه از دید و از زاویه و از به اصطلاح فهم و شعور خودم میگم و این نظر منه. شما میتونید با من 100% مخالف باشید، میتونید 70% 80% مخالف باشید و قرار نیست به خاطر اینکه نظراتمون فرق میکنه دشمن یک دیگر باشید. و اما اجازه بدید تشکر کنم از آقای صبری حسنپور که این نوشته رو روی فیسبوکش گذاشته بود و ما هم قرض گرفتیم. میگه که یه رفیقی داشتم خارج از کشور در آلمان زندگی میکرد و کارشناس غذا بود. همش میگفت آدم نون خشک وطن رو بخوره ارزش داره تا این مرغ و نمیدونم بوغلمون کشور بیگانه. بگذاریم. پس از سالها یه روز آمد ایران و آمد منزل ما. میوه گذاشتیم جلوش، بیچاره تا خورد دل درد گرفت. فهمید که روی میوه ها پارافین میزنن و معده ایشون عادت نداره. گفت حتما شام که بخورم خوب میشم. شام آوردیم برنج هندی، قیمه، گوشت برزیلی و مرغ هورمونی و ماست پالمدار خورد. آقا مسموم شد. داشتیم میبردیمش بیمارستان، تو ترافیک گیر کردیم و توی آلودگی هوا تنگی نفس گرفت. خلاصه رسیدیم درمانگاه، گفتن اینجا بی خود آوردید ایشون رو، باید ببرید بیمارستان امیر کبیر یا بیمارستان امیر. ما که بلد نبودیم، زدیم به این آدرس تلفنمون، چون اینترنت در ایران سرعتش خیلی کمه، هرچی منتظر شدیم این گوشی ما انقدر سرعت پایین بود که بالا نیومد. خلاصه رسیدیم بیمارستان و دکتر ادت کلد و پروفین داد، اسم داروهاست که الحمدلله من بلد نیستم، پروفین دادن، گفتن خوب میشه. توی بیمارستان کسی، توی بیمارستان کیف و گوشیش رو دزدیدن و اومدیم خونه. فردا صبح پا شدیم دیدیم طرف نیست و شب به در فرار کرده. یک نامه گذاشته، توش نوشته غلط کردم. خلاصه پس از چند روز تماس گرفتیم، دیدیم خدا بیامرز توی سقوط توپولوف ایرانی که داشت میرفت آلمان سقوط کرد و مرد. من نمیدونم این هواپیمای توپولوف و اینها رو برای پروازهای خارجی هم میذاشتن یا نه، ولی یه بار من با یکی از اینا از تهران رفتم شیراز، واقعا انگار سوار تاکسی بار شده بودی، صندلی‌هاش و تمام این چیزا داشت از هم به اصطلاح چی میگن جدا میشه. خب Who do you support post democratic debate؟ اینجا چون کارشون ردیفه، قبلش که میان، همون دیشبم آقای برنی سندرز گفت همین الان که شما دارید این برنامه رو میبینید، در آمریکا 100,000 نفر تو خونه هاشون مهمونی گذاشتن که برنامه من رو با دوستانشون جمعاً نگاه کنن و بعد در موردش صحبت کنن. این نشون میخواست بده حمایت مردمی، مردم معمولی و عادی رو.
و اونهای دیگر هم گفت که اینها همه بیلیونرن، نه میلیونرا، بیلیونر. تریلیون میگیم به ایرانی، نمیدونم چی میگه. گفت من تنها شخصی هستم که تو این 5 نفر بیلیونر نیستم. در اصل بعد از اون امروز شروع کردن از من و شما میگن اگر این برنامه رو دیدید نظرتون قبلش برای کی بوده، حالا برای کی. میخوام ببینن که نه این دیبیت یا مناظره چقدر نظرات رو عوض کرده، چقدر اگه یک کسی مثل من دیگه تصمیم گرفته بود رأی نده، حالا میگه بابا بازم برم به این برنی سندر رأی بدم، شاید تونست یک کاری انجام بده که فکر نمی کنه. در صورت اینها رو هم بنویسید، پر کنید، بد نیست. درسته که من و شما از صبح تا شب داریم هر چی مینویسیم کمک میکنیم که اینها بیشتر مزاحممون بشن، بیشتر برگردن به همون چیزایی رو که نمیخوایم هی تبلیغ کنن و بفروشن و الی آخر. و اما این هم عکسیه که از دیشب اینجا این 5 تا نامزد رئیس جمهوری آمریکا که از حزب دموکرات هستن بودن، بعد رفتن پشت تریبوناشون و سی ان ان یه تریبون خالی هم گذاشته بود، پودیوم یا تریبون دوتاشو ما میگیم، هیچ کمشم نمیدونم کلمه فارسیشو چی بگیم، یک پودیوم خالی هم گذاشته بودن برای جو بایدن نخست وزیر که چون هنوز تصمیمش رو نگرفته، اگر یه وقت تصمیمش عوض شد که بیاد شرکت کنه، ایشون هم به اصطلاح بتونه شرکت. و اما اجازه بدید که من نامه دوستمون آقای منصور رو از انگلستان براتون بخونم. ایشون نوشته: با سلام مجدد خدمت شما جناب آقای سوربی. سخنان طولانی خانم مینو ثقفی یک حقیقت دردناک را برملا کرد و آن این که تلویزیونی مردمی مردم برای خال زنک بازی و تصفیه غلطه ها. منصور میدونی که تصفیه حساب درسته، ت سین مصوربی، ت سین واب یه ه. تصفیه که شما می‌نویسی یعنی پاک کردن، پالایش اینها، ولی اون تصفیه حساب یعنی حساب رو رسیدن و اینها. و تصفیه حساب‌های شخصی مورد سوء استفاده قرار گرفته است و من فکر می‌کنم این وظیفه شماست که بینندگان را هر چه زودتر از بلاهتی که در این گفتگو به کار گرفته شده بود نجات دهید. خانم ثقفی سخنان خود را با اشاره به زیر دریایی های سفارش داده شده توسط شاه شروع کردند، ولی بلا فاصله پرداختند به افشاگری در مورد زندگی خصوصی تیمسار آریانپور و صحبت های چندش آوری که ابدا نه ربطی به زیر دریایی ها داشت و نه ربطی به بینندگان و شنوندگان برنامه شما. ایشان با چنان غیظ و خباستی مثلا افشاگری می کردن که برای بیننده شکی نمی ماند که سوزشی در جایی ایشان را آزار می دهد و کیفیت سخنان وی هم بدون شک از همان سوزش سرچشمه گرفته بود. ابراز ارادت خالصانه خانم ثقفی به شاه کاملا محرز کرد که ایشان از جیرخاران همان رژیم بودند که در حسرت سفره برچیده شده چپاول لیچارهای خود را نثار کسی می کنند که بیشتر از همه همپالگی های ایشان به ایران خدمت کرده است. خانم ثقفی با افتخار از قول دیوید الیانس، یا بعضی ها دیوید الیاس هم اینو نوشتن، ایشون نوشته: خانم ثقفی با افتخار از قول دیوید الیانس گفتند شاه جانشان حتی در مکزیک هم نگران مردم ایران بوده و این اظهار نظر واقعا شایسته یک شاه اللهی بود و بس. بله، شاه قبلا هم مریض بود تو ایران و فکر نمی کنم شاه تو مکزیک نگران ایران و ایرانی بود. باید از این اولیا مقدره سوال کرد، شاهی که در ایران با داشتن ارتش شاهنشاهی، گارد جاویدان، شهربانی، ژاندارمری، نیروهای امنیتی، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قهریه هم من اضافه میکنم و قضاییه و غیره، تنها هنری که از خود توانست بروز دهد این بود که با دزدیدن میلیاردها دلار به خارج فرار کرده و آن هم نه یک بار، چند بار، و تمام خدمه و جانساران خود بجز سگهایش را به تیغ اعدام بسپارد. آیا نگرانیش در مکزیک درد مردم بود؟
که چه دردی درد مردم را دوا کند؟ من مطمئن هستم درجه احترام و شخصیت والای تیمسار آریانپور در میان کسانی که به درستی ایشان را میشناسند به حدی است که با این هجویات خدشه‌دار نمیگردند. با احترام منصور. ممنونم. من هم برای منصور دلیل خودم رو نوشتم که چرا به غیر از اینکه اجازه میدم این دوستان بیان، حتی خواهش میکنم که دوستان دیگری هم بیان و من همین آقای آریو برزن پیروز نیا که سال 2001-2000 تماس میگرفت و به من توهین میکرد، پرخاش میکرد، امروز دوست شدیم، برای که امروز فهمید سربی اون موقع میفهمید که این رضا پهلوی فقط دروغ میگه و هیچ رگ راستی در وجودش نیست و امروز عوض شده. بذارید اینها بیان، بذارید اگه اونها با ما با قهر برخورد میکنن، ما با دوستی، با متانت، با صبر، با حوصله اینها رو نگه داریم تا روزی که مثل اون محمد رضا یادم رفته خدایا که بعدن از انگلستان اتفاقا زنگ زد از من عذرخواهی کرد و اینها و گفت که من هستی و نیستیم رو دادم برای رضا پهلوی، چون پدرش رفته بوده توی یک یتیم خانه و گویا این محمد رضا توی اون یتیم خانه بوده. شاه میگه که این اسمش چیه؟ میگن اسم نداره. شاه هم لطف میکنه میگه اسمش رو بذارید محمد رضا و اسم این رو میذارن محمد رضا. این از اون موقع خودش رو به اصطلاح مخلص و چاکر دربار میدونست، در صورتی که من بهش بعد از اینکه سالها زنگ زد سرطان گرفته بود یا مریضی سختی گرفته بود صحبت میکرد، بهش گفتم آقا این شاه اگه آدم درستی بود تو رو باید میبرد خونش، کسی که هر جایی یه بچه درست کرده بود، انداخته بود، رفته بود چهار تا همینجوری بچه که بلکه اینا پسر بشن و فلان و بسار، خب تو رو میبرد اونجا. پس دروغ میگفت، تظاهر میکرد که حالا بعد عوض شد. این هم از این ماجرا. ببینیم که اینجا این دوستمون چی میگه. باز برگردیم، 6 تا نیو مسیج، من اینها رو بعدن میخونم چون خوندن مسیج ها هم در حین برنامه بعضی وقتا یه دفعه مشکل ایجاد میکنه. بله، آتنا، واو، برنی ساندرز رو گفتم. و اما دوست ما آقای علی شیرازی لطف کردن یه ویدیویی رو فرستادن از یک خانم بسیار جوان ایرانی که در زندان بوده، لیوانهای کاغذی زندان رو بر می داشته، روش نقاشی می کرده، نوشته می داده. بعد اونا چون می بینن اینا لیوان کاغذی رو بر می دارن استفاده می کنن، دیگه بهش لیوان کاغذی نمی دن. این میره توی حمام، میره توی حمام و دستشویی، از اونجا لیوان کش میره و ایشون این بانوی جوان ویدیو درست کرده، به دنیا داره خبر میده که ای وا مصیبتا، توی زندان ایران دو تا زن آمدن به این گفتن تو وقتی توی اونجا بودی ما با دوربین دیدیم یه چیزایی از اونجا کش رفتی، حالا ما میخوایم تو رو بازجویی بدنی کنیم. علی عزیز، من آمریکا هستم، شما هم آمریکا هستی. خانم آمریکایی رو گرفتن، 3 روز بعد جنازش توی تحویل دادن. همینجا در فیرفکس کانتی پلیس در باز کرده، مرده اومده بیرون، دستاش گرفته بالا، جلو دوربین خبرنگارا، جلو دوربین های ماشین خودش زدن، تق 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 12 تا یا 14 تا تیر بهش زدن. اگر یک خانم جوانی رفته زندان، اولا ببین اینا چجوری دانسته یا نادانسته کمک میکنن به آخوندها. دوستان، در زندان های ایران برای اینها با لیوان های کاغذی آب میارن، آب میدن که اینها بهداشتی باشه. والا من تا اونجا که یادمه اتوبوسای بین شهر شما وقتی داشتی میرفتی شیرازی، یا به این پارچ آب میگن تنگ آب، یه دونه پارچ آب دستش بود، یه لیوان هم دستش بود، از نفر اول همینجوری اول از آقای راننده سوال میکرد، اگه آب میخواست یه لیوان آب به این میداد، با همین لیوان 40 تا مسافر رو آب میداد. یادت علی جان؟ بعدن که دیگه شروع کردن پپسی میدادن به مردم، دیگه ملت از اون لیوانه نمیخوردن آب، چون دیگه میدونستن بابا حالا این که داره میخوره نمیدونم توف اون قبلی داخلشه. البته خب بد نبود، برای واکسیناسیون خوب بود، اگه این قبلی مرض سل داشت یه انقدرش میرفت تو دهن اونم واکسینه میشد.
بعد دیگه وای میسادن منتظر تا این پپسی رو بیارن. چقدر هم خوشمزه بود واقعا، گرما مونده بودی تو پارکینگ، حالا سوار شدی اومدی، حرکت که میکردی اتوبوس هم که اونی هم که تازه میگفت کولر داریم دروغ میگفت کولر نداره، اونی هم که میگفت کولر داریم و کولر داشت روشن نمیکرد، برای که یه موتور 190 باید گازوئیل میسوزن. بمانه علی عزیز، اگه فعال سیاسی من و تو این جوونه که نمیدونه توی زندان ایرانی اینجوریه و این باید چجوری خودشو از دست اینها نجات بده، شما به اینها امید داری؟ اگه نداری برای من یک کلمه بنویس همونجوری که می‌نویسی، فوری بگو نه امید ندارم. اگه به اینها امید نداری چرا ویدیوهاشون رو پخش میکنی؟ چرا باعث دردسر بیشترشون میشی؟ اینا که خودشون با نادانی خودشون رو در بند انداختن، اینا که خودشون با نادانی مثلا میگه من به اینها گفتم که از لحاظ شرعی شما نمیتونید به من بگید لخت شو. اولا اگه اونها زنن در بازداشتگاه زنان از لحاظ شرعی، بعدم چه شرعی؟ شما پیرو دین اسلام هستی؟ اینا مجری دین اسلام هستن؟ چی داری میگی؟ دوست عزیز، دختر جوان، من فکر کنم شما از دختر منم جوانتر باشی. هر کدومتون حالا رسیدین به یه دوربینی مثل من که هول شدم، هرچی مزخرف دلم میخواد بگم، شما هم هرچی مزخرف دلتون میخواد میگید. طرف میاد میگه آقا من که کاغذ نداشتم، روی این کاغذهای سیگار واز میکردم مینوشتم. بعد میبینی یه دفعه آقای اکبر گنجی 149 صفحه منیفست چی بهش میگن؟ دستورالعمل، طرز کار، برنامه اقدامات، هرچی میده بیرون. میبینیم آقای ارژنگ داوودی با پیرن سفید اوتو کرده شیک نشسته ویدیو درست میکنه. بعد آقای اوسانلو میاد میگه اینا رفتن زندان اینجا. میدونم آقای اوسانلو، میدونم بابا، خودتون دارین یه چیزی میگید که مردم نمیدونن. قسم شما و حضرت عباس رو باور کنن یا دم خروس رو. این دمای خروس از زیر این کتتون همه تون زده بیرون. چه باید کرد من نمیدونم. اینم آتنا واو، من این واو رو نمیدونم. واو معمولا تو انگلیسی وقتی یه چیزی خیلی بزرگه، یه چیزی اتفاقیه و شما دیگه زبانتون قادر نیست اون موقع یه کلمه پیدا کنید، این کلمه تعجب واو میاد بیرون. چه واوی داره این خانم؟ نشسته قشنگ خوشگل شیک جلو ویدیو، بعد میگه تو زندان من اینجوری بودم. خب خانم، هر زندانی، زندان چیه؟ هر جایی یه قانونی داره. اگه بهت گفتن دوربین گذاشتیم، بعد میگه به ما گفتن دوربین ها کار نمی کنه. خب ببخشید، این فعال سیاسی که اینقدر احمق باشه که حرف اونا رو باور کرده، دوربین گذاشتن، بعد بهشون گفتن ما دوربین گذاشتیم ولی دوربین کار نمی کنه، هر کاری خواستید بکنید. به خدا آدم خندش میگیره یا گریهش میگیره، نمیدونم چی کار کنه. خب و اما یه کمی بیایم از این زشتی ها، از این بد اخلاقی ها بیرون، بریم تشکر کنیم از دوست نازنینی که این عکس های زیبا رو گذاشته و میدونم که ایشون هم الان مادرش در شرایط خوبی نیست و یک مقداری ایشون هم به اصطلاح غم و غصه خودش رو که داره، هیچ غم و غصه مادرش رو هم داره. امیدوارم که مادر ایشون هم حالش خوب بشه و این نگرانی ها کمتر. ایشون نوشته که colorful nature at its best، میگه که زیبایی های طبیعت در حد عالی واقعا. و میبینید که مثلا این پرنده ها رو یکم نگاه کنید. من برای ایشون نوشتم ما چنان زندگی خودمون رو مشغول کردیم که بعضی وقتا حتی یادمون میره از این طبیعت زیبا لذت ببریم. الان این فصل پاییز شما نمیدونید تو ویرجینیا چقدر قشنگه، هر درختی یه رنگه. برید منطقه شنندوها، اونایی که اهل موتور سواری هستن تا هنوز هوا سرد نشده، برید تو این پارک های مختلف یه دوربین وردارید، برید عکس بگیرید از پرنده های مختلف، بیارید رو کامپیوترتون بذارید، ببینید اینا چقدر قشنگه. به خدا باور داری؟ ببین خدا اینا رو با چه قلمی رنگ کرده. به طبیعت باور داری؟ ببین طبیعت چجوری اینها رو، هر کدوم رو، یه کاری بهشون داده، یه وظیفه بهشون داده، یه رنگ خاصی داده. سعدی بود که گفت در نظر هوشیار برگ درختان سبز هر ورقش نمیدونم دفتری است از معرفت کردگار، یادم رفته درست. در اصل ببینید توی این زمستون
توی این برف، توی این یخ چگونه این پرنده نشسته، بعد بهار، بعد پاییز، بعد تابستان، بعد به اصطلاح تخم گذاری، و بعد نمیدونم چجوری از این بچه هاشون، جوجه هاشون نگهداری میکنن تا اینها بزرگ بشن. اون روز نشون میداد یه مرغی باید نمیدونم میگفت 180 روز روی این تخما بخوابه، بعد به نوبت با شوهرش به اصطلاح یه سری اون مادره، یه سری اون پدره اینا میمدن، و چقدر این قشنگ آدم اصلا تعجب میکرد که این از کجا میدونه کدوم این حالا تخم مرغ که نه مثلا تخم شترمرغ یا هرچی بود این رو بچرخونه که این به اندازه کافی قشنگ اینا رو دور میزد. اونی که وسط بوده می آورد بیرون، اونی که دور بود میبرد داخل. بعدم روز آخر وای میساد که یکی یکی اینها از تخم بیان بیرون، و به اصطلاح بعدم باز هم مواظبشون باشه که روباه و شغال و نمیدونم حیوانای دیگه و مار و موش و اینها رو نخورن. در اصل این یک قسمتی از زیبایی طبیعت که باز هم ممنونم از این دوست عزیزمون که این رو فرستاده با این رنگهای بسیار زیبا. و گاهی وقتا دیدن یه ایمیل زیبا، یه عکس زیبا، واقعا اون مود یا حالت آدم رو عوض میکنه. اگه غمگینه، اگه افسرده است، اگه عصبانیه، این رنگهای زیبا، این عکسهای زیبا یه مقداری بهش روحیه و به اصطلاح حالت بهتری میده. اینم توتیای خیلی قشنگ که اینجا هم نمیدونم والا این اصلا بعضیا اسماشون هم ما نمیدونیم، این یکی رو میدونم، طاووس. و دلم میخواد یکی به ما بگی که چند نوع پرنده، واقعا اینا مثل نقاشی میمونن، نگاه کنید چند نوع پرنده تو دنیا موجوده. مثلا من یادمه یه فیلمی میدیدم میگفت تو این جزیره 1000 و خورده‌ای نوع مختلف پرنده به اصطلاح وجود داره. حالا تازه اینا اونایی هن که اینها تونستن ببینن و بشمارن و عکس بگیرن و آمار بگیرن و بایگانی درست کنن و نمیدونم 1001 چیز دیگه، چند تای دیگهش هنوز ناشناخته هست، از دید ما پنهان هست، اون رو دیگه من و شما باید هوشیار باشیم و بریم و ببینیم. این هم آخریش بوف که زیبایی خاص خودش رو داره. ضمن این که توی زبان فارسی میگفتن که این بوف یا جغد شوم هست، نمیدونم. خب و اما مشاغل نابود شده یا در حال نابودی در ایران، این رو هم با هم ببینیم. این هم جالبه، من امروز آگهی بهتون نشون نمیدم چون اون به اصطلاح بدقولی کردم به اون دوستمون، هنوز آگهیش رو درست نکردم برای پتروس هندیمن. اون دوستان دیگه هم که از انگلستان آگهیشون پخش میشد، هرچی ما باشون تماس گرفتیم گفتیم خب دوستان اگر میخواین آگهیتون پخش بشه باید به اصطلاح پرداخت کنید. اینا هم لابد میگفتن خب حالا که ما پرداخت نمیکنیم سوربی پخش میکنه، همینجوری ولش کن. خیلی به نظر من بده، بی احترامیه، میتونم حتی بگیم بی معرفتیه که خیلی قشنگ آدم زنگ بزنه بگه که من تا امروز با شما بودم، از امروز دیگه نمیخوام یا پول ندارم. ما هم هر وقت یه کسی معرفت نشون داده و این کار کرده، ما بهش گفتیم ما یه ماه، دو ماه، سه ماه، یه فصل دیگه هم مجانی برای شما میذاریم تا شما پول داشته باشید و برگردید بیان پلو ما. خب این نفت فروشی و اینها، این یکی آرایشگرها یا سلمونیهای دورگرد توی خیابونها، این یکی شهر فرنگ، اونهایی که در دورشون هنوز سینما نبود و تلویزیون نبود دلشون خوش بود به همین عکس ها که با دو تا زرمین نگاه میکردی و یک قرون میدادی، قهوه چی یا قهوه خانه، دوباره این ماجرای سماورهای بزرگ و کوچیک به ردیف، اینورم ماجرای قلیونهای با تنبکوهای نو به نو، برازجونی، شهری، خنک، گرم، فلان، درشکچی. درشکچی ها هنوز بعضی جاهای تفریحی هستن. و میرزا بنویس یا میرزا نویس بعضی ها میگفتن، دکتر حسن امیری پزشک با وجدان، این هم دیگه کارش تموم شده، یعنی به اصطلاح نیست. فاحش خانه رسمی شهر نو، اون هم دیگه نیست، حالا فاحش خانه های غیر رسمی هست. مغنی ها هم دیگه نیستن. بعد این
مغنی، این یکی نوشته آژان، البته بغلش این گاری های آب هست، ولی آژان یا بعضی ها فکر کنم آژدان هم میگفتن، ولی پاسبان یا پلیس هرچی که بگی این هم دیگه نیست، من نمیدونم هست که بابا این چی رو میگی نیست، حالا بهش آژان نمیگن ولی بهش پلیس میگن. این هم آبی، اینایی که با گاری و بشکه های آب میآوردن آب به مردم میفروختن، نون سنگکی هست، الان ماشینیه فکر کنم، تاکسی بنز 170 که اگه یادتون باشه یکیشم کرده بودن ماشین مراد برقی، بنز اتوبوس مرسدس 350، من اینا یادمه وقت تو شیراز بود قبل از اتوبوس واحد، که بعد اون اتوبوس های واحد که آمده بود میگفتیم واو چقدر قشنگ و خوبه، موتورش اون عقب بود، صداش و دودش و اینها تو نمیمد و خیلی شیک بودن. و واکسی، حالا واکسی یا آقای علی واکسی هست، با ماشین و با وسیله جدید میاد، جغ جغ فروشی، لحاف دوزی، و ما به اینا میگفتیم پیم پیم پنبه با این دستگاهی که میزد، چینی بنزن، نمیدونم چرا تو شیراز به اینا میگفتن گنگو، حالا این کلمه گنگ گنگو از کجا اومده بود، ولی به اینایی که چینی بند میزدن میگفتن مثلا این قوری ما رو گنگو بزن. روحوزی، بنگاه های شادمانی، الان به جای بنگاه های شادمانی مده ها این کار انجام میدن. جگرکی، فکر نمی کنم جگرکی هم از بین رفته باشه، در صورت همه این عکس ها رو دوباره اینجا گذاشته، اگر کسی مایل هست این عکس ها رو داشته باشه برای ما یه ایمیل ساده بزنه، ما هم براش میفرستیم. چرا همش ما به جایی که بگیم من میگیم ما، همین الان هم دوباره گفتم ما. خب و اما ممنونم از دوست عزیزی که برنامه دموکراسی ناو رو فرستاده و این ماجرای شادو گورنمنت، دولت سایه، میدونید که توی آمریکا معروفه، میگن یه دولت سایه‌ای وجود داره، ما چون توی این منطقه واشنگتن هستیم، خود واشنگتن از بس کوچولوه دو تا ایرپورت یا فرودگاهی که داره هر دوش تو ویرجینیا، یکی اون پایین قدیمی تره نزدیک آب، نزدیک پتومک، که به عنوان نشنال ایرپورت بود، الان اسمش رو عوض کردن گذاشتن ریگان، ولی مردم بیشتر همون نشنال ایرپورت رو میگن، و یکی دالاس ایرپورت. من اولایی که اومدم اینجا فکر میکردم اینو به عنوان اسم دالاس، شهر دالاس تگزاس گذاشتن، بعد که دربارش خوندم دیدم راجع به اون دوتا برادر پدر سوخته‌ای هست که چه بلایی سر ملت ایران آوردن توی دوره مصدق. برید بخونید برادران دالاس ببینید چیه، اسپلش فرق میکنه دوستان با اون دالاس تگزاس. این هست DULLES، یا شما حتی اگه بنویسید دالاس برادر، اگه اشتباه هم باشه گوگل براتون میاره. در هر صورت اینجا نوشته که The rise of America's secret government, the deadly legacy of ex-CIA director Allen Dulles. این آلن دالاس و برادرش دیرکتور CIA بودن. میدونید که FBI با همه که خیلی اسم وحشتناک و ترسناکی پیدا کرده، بیشتر راجع به چیزای داخلی آمریکاست و نظارت میکنه رو خود دستگاه‌های دولتی آمریکا. ولی CIA مثل چی بگم، تو ایران ماشاءالله این ساواک انقدر خراب کرده بود که نمیشه بگیم، CIA بیشتر در رابطه با دولت‌های دیگه است، با کشورهای دیگه است، در صورت هر دوشون با اون اهدافی که درست شده الان کارایی که میکنن 180 درجه به ضرر مردم آمریکا تموم شده. خود این دوتا سازمان، یکی CIA یکی FBI، اینا هم مثل دست چپ و راستی میمونن که دست چپ نمیدونه دست راست چه کار میکنه، دست راست نمیدونه دست چپ چه کار میکنه. اینم از این ماجرا. اگه کسی میخواد این رو هم توی گوگل بزنید، The Rise of America's Secret Government، یعنی پیدایش یا برخواستن این دولت مخفی آمریکا، که The dead legacy. Legacy، هر کسی وقتی که میمیره یا یه کاری رو داره بعد از خودش یه چیزی باقی میذاره، میگه این به اصطلاح یکی از اون چیزایی که باقی مونده از دیرکتور یا مدیر به اصطلاح CIA
که فکر کنم همون سالهای 1900 بله 1953 که همون سال 1332 ایران هست و تا 1961. خب این دوستمون هم نوشته که آقای مصطفی زاده نوشته که من از مطالب ناتمام این خانم چیزی نفهمیدم. تختی به آقای آریانپور چه ربطی داره؟ در رابطه با اینکه فقط شاه مقصر نبود، شاه در مصاحبه‌ای با یک خبرنگار چنین گفت که وقتی آدم‌های خوب را در رأس کار می‌گذاریم، متوجه بی‌لیاقتی آنها می‌شویم و وقتی آدم‌های لایق را در رأس کار می‌گذاریم، دزد و بدکاره از آب در می‌آیند. و به خبرنگار گفت ضمناً هر که را برای تنظیم قراردادی به غرب فرستادیم متوجه شدیم که آمریکایی‌ها با رشوه دادن او را خریدند، پس در چنین روندی چه باید بکنیم وقتی که دولت مردان شما افراد ما را به فساد وامی دارند؟ همین آقای شاه کمیسیون می‌گرفته از فروش، از خرید اسلحه و کشتی و ناو و هواپیما برای ایران. خانم مینو صرفی، خانم گرامی که میگه نمیخوام اسمم گفته بشه، بابا جون شاه اگر خودش درست بود، شما اگه خودت درست باشی، قاطع باشی، میتونی اطرافیانت رو یا به تنبیه یا به تشویق درست کنی. در هر صورت، اما لب کلام همان است که همیشه شما میگویید. شاه فقط باید شاه بود و از دخالت در همه امور خودداری میکرد تا همه بدی ها به نام او نوشته نشود. در ضمن ویدیویی از جناب آقای علی پور دریافت کردم که به درستی در رابطه با شاه و نتیجه اعمالش توضیح دادن. این ویدیو رو من درست کردم برای آقای علی پور، برای دوستمون فرستادم، اینها هم لطف کردم برای دوستم فرستادم. روی یوتیوب هم هست، روی فیسبوک هم هست. در ضمن میخواستم بدانم که آقای نصر احمدی چه زمان برنامه دارن که مطالبی درباره قانون اساسی ایشان خدمت شما ارسال کنم. با سپاس از شما، مصطفی زاده از هلند. آقای مصطفی زاده، آقای نصر احمدی این جمعه دومین برنامه ای رو که یه نفر حمایت کرده به اصطلاح دارن. اگر دوستان مایلن برنامه ایشون ادامه پیدا کنه، ما احتیاج داریم به افرادی که برنامه ایشون رو حمایت مالی کنن و فقط به به و چهچه فایده نداره. و اگرم نباشه، حقیقتش من نمیتونم بیام وقتم رو بذارم، وقتم رو در اختیار دیگران قرار بدم. بله من دوست دارم، علاقه دارم، دوست دارم مردم نظرات من رو بدونن، میام وقت میذارم، پول میذارم. خانمم هم بارها به من گفته تو دیوانه ای که این همه پول و این همه درآمد رو ول کردی رفتی دنبال این کار، به جز فحش و تهمت و اعصاب خرد کنی چیزش نیست. گفتم بله من دیوانه ام، عشق، عاشقی، دیوانگی، همه اینها همراه هم میاد و داریم این کار رو انجام میدیم که دوست داریم، پشنمون هست و بابتش هم هر بیچارگی که بگید ما تا حالا کشیدیم و خواهیم کشید. سلام، من مختصری درباره یکی دو برنامه اخیرتان می نویسم. ممنونم. در مورد اینکه مردم ایران چرا به فعالین و اپوزیسیون در خارج و حتی داخل جواب نمی دهند، دلیلش هم وجود داعش خارجی و هم داخلی است که آن بهانه‌ای بشود برای شلوغی ها و توجیه کشورهای خارجی برای فرستادن داعشی هایی مثل مجاهدین که اخیراً جان مکین خواسته از آنها حمایت شود. و معنی این را خودتان می دانید یعنی چه، و در جریان تظاهرات بر علیه قذافی چه نتیجه ای داد و در سوریه هم شاهد هستید. در مورد مسئله دخالت روسیه در سوریه که معمولا اپوزیسیون دارد از آن انتقاد می کند و حرفهای سرکوزی، اون رئیس جمهور قبلی فرانسه، برای از بین بردن قذافی در آن زمان و حرفهای اولال، الان رئیس جمهور فعلی، برای کنار گذاشتن اسد را در حال حاضر نشخوار می کنند. ایشون تو پرانتز نوشته نشخوار کلمه بدی نیست و یک مرحله از غذا خوردن حیوانات است، مثل جویدن غذا توسط انسان. قرار نشد شما چون نویسنده خوبی هستی به من و بینندگان کلک بزنی. درسته که نشخوار یه مرحله از هضم غذا و اینها هست، ولی شما میتونید بگید تکرار مکررات.
به جایی که بگید نشخوار، چون وقتی به یکی میگید نشخوار یعنی این حیوانه که نشخوار میکنه. البته حالا من به شما که یک نویسنده پرتوانی هستی میگم والا وقتی به اینها میگی حیوان، به حیوانه بی احترامی کردی. اینها حالا اون کلمه جانور، اینها میگن کریکت که یه چیز عجیب و غریب، اینها نه جانورن نه حیوانن، یک موجوداتی هستن که نه احساس دارن نه قلب دارن نه وجدان دارن، و اینها رو با حیوان و اینها قاطی نکن. در صورت توسط یک جامعه شناس، آن هم با درجه دکترا، نمیتواند فی البداه همه حرف بزنند. آها، میگه که یعنی اینها الکی نظر میدن و حتی اونایی که رشتهشون هست و درجه دکترا در اون رشته دارن نمیتونن به این سادگی درباره همه چی بگن. باید ریشه ها را در نظر گرفت. برای همین است که هیچ کس به حرفهای اینها تره هم خورد نمیکنن. البته شما یه مقدار خبر ندارید. 200 نفر عکسا رو ببینید. بنده خدا اون رئیس دانشگاه، نه اون معلم، ده استاد دانشگاه کیه؟ دیگه به زور یه نفر کمربندشو میگیره که اینجوری صاف باشه تو خیابون، همه با واکه 200 نفر جمع شده و مادره اونجا زار میزنه، 100 نفرم ویدیو هست میگیرن میذارن. چه کمکی میکنه؟ هرچی این بدبخت رو شما بیارید داغش رو تازه کنید، به غیر از اینکه برای شما یه ویدیو بسازه، چه کمکی به این میکنه؟ همه تونم بعد راتون میگیریم میری خونه. فکر نمیکنم هیچ کدومتون بیان اون پولی رو که پسرش کار میکرده میآورده، یه گازی، تلویزیونی، چیزی میخریده، شما اون کار انجام بده. یک سال است که دولت‌های خارجی دارن سوریه را به بهانه داعش بمباران میکنن. کانادا و دولت هارپر هم یکی از آنهاست. به کجا رسیدن؟ حالا که نوبت پوتین شده همه صدایشان در آمده. لطفاً قسمت آخر برنامه دموکراسی نو امروز را اگر فرصت دارید نگاه کنید. تشکیل یک دولت سایه در آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و عملکرد آن. اون را هم نگاه کردم، قبلا هم در این باره ویدیو دیدم، ولی ممنونم این را باز نگاه میکنم، به بینندگانم گفتم. یک کلمه از وضع اقتصادی آن زمان و این زمان. از 104 شرکت دولتی فقط شرکت نفت است که سود می‌دهد. سناتور قاسم لاجوردی، برادر سرمایه‌دار معروف، 1357 این رو گفته. قربونت برم، شرکت نفتم سودی نمیده، برای که پول خالصه. یه دلارم بیارن این چیه؟ والا اگر شرکت نفت شرکت خصوصی بود پول می‌ریختن بعد از اون ور می‌آوردن خرجو دیگه. شما خودت دست تو کار بیزینسمنی، شما یه خط میکشی مینویسی اینکام اکسپنسز، خط سومی نت یا خالص. اینا اینکام هست، اکسپنسی ندارن، از همون اینکامه میریزن. من از همین نت همیشه هست. حالا نت چقدره؟ یعنی سوددهی هست، ولی اون سوددهی چقدره به نسبت کشورهای دیگه معلوم نیست. آیا در سوریه ورق بر میگردد؟ این آقای هوشنگ کردستانی با اون آقای امید کردستانی دوستان که الان شده رئیس توییتر یا مدیر توییتر، قبلا مال گوگل بود، آیا هیچ رابطه ای دارن؟ هوشنگ کردستانی مقاله نوشته 4.5 سال تلاش پیگیر جامعه بین المللی، نام مستعار دولت‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان و صرف میلیاردها دلار توسط کشورهای عربی نفتخیز جنوب خلیج فارس برای سرنگون کردن آخرین خودکامه غیر مذهبی منطقه ظاهراً با شکست روبرو شده است. پس از سقوط شاه و جایگزین شدن استبداد مذهبی به جای خودکامگی غیر مذهبی که با رفتن شاه صورت گرفت، استقرار حکومت اسلامی پاکستان که با کودتای حمایت شده غرب از ضیاءالحق و اعدام ذوالفقار علی بوتو عملی شد، سرنگونی نجیب الله دیکتاتور کمونیست و غیر مذهبی در افغانستان به دست طالبان که به کشته شدن نجیب الله انجامید، سرنگونی صدام دیکتاتور غیر مذهبی در عراق و برقراری دولت اکثریت شیعه، برکناری حسنی مبارک مستبد غیر مذهبی در مصر و به قدرت رساندن دیکتاتوری مذهبی اخوان المسلمین که در پی مخالفت مردم و دخالت نظامیان ناکام ماند،
فرار کردن بن علی خودکامه غیر مذهبی و حمایت از مذهبی های تونس که با حضور مردم در صحنه مبارزه و درایت آزادی خواهان آن مملکت ناموفق ماند. کشتن معمر قذافی خودکامه و به قدرت رسیدن آدمکشان داعش در لیبی، از میان برداشتن قدرت نظامیان غیر مذهبی در ترکیه و تشکیل دولت اسلامی و حزب عدالت و توسعه آخرین دیکتاتور غیر مذهبی در منطقه که بایستی عمرش به پایان میرسید و اسلامیان تندرو جایش را پر میکردند، بشار اسد بود. این مقاله نسبتا طولانیه، اگه خواستید بگید براتون بفرستم. دارایی های مسئولان محرمانه است، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد. این رو آقای مهدی ذوالفقاری لطف کردن فرستادن. میدونید وقتی که صحبت اون دزدی های کلونی شد و اون آقایی که چندین میلیارد دلار دزدید و آمد کانادا و اینها، آقای خامنه‌ای به خودش زحمت داد و اومد گفت که آقا اینقدر کشش ندید. بعد دیدن دزدی ها یک تی و دوتا و ده تا و صد تا نیست، ایشون هم دیگه چون خستش شده که هی بیاد بگه کشش ندین کشش ندین کشش ندین، راحت قانونی گذروندن، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی محرمانه بودن دارایی های مسئولین نظام را تصویب کرد. بر اساس ماده 5 رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن بجز در مواردی که در این قانون و آیین نامه آن تعیین شده محرمانه بوده و هر یک از مسئولین و کارکنان که حسب وظیفه یا بر حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط، حفظ فهرست دارایی افراد، خلاصه چی؟ یعنی صداتونم در نیاد و حرف نزنی. اون وقت ما توی کشوری هستیم که طرف وقتی میخواد بیاد اسمش رو بنویسه برای چیز، برای نامزدی رئیس جمهور، بهش میگن که شما اون تکس ریپورتتون رو هم بیار، به اصطلاح ورقه مالیاتت رو که هر سال پر کردی باید بیاری در اختیار مردم بذاری، و الان چون میخوای بیای یک کار پابلیک یا عمومی رو مسئولیتش رو قبول کنی، پس باید این چیزا پابلیک بشه. اون وقت از اون و ایران اینجوریه. بعد آقای خامنه‌ای هم تو فیسبوک ما گذاشتیم، برید نگاه کنید، به جوونا میگه که خبرگان جوونها از این مملکت در نرید، گول دروغهای اونها رو نخورید. آقا کدوم دروغ؟ شما هر کدوم از اینها رو ببین وقتی آمدن اینجا چی شدن؟ اگه تو ایران مونده بودن زندانی بودن، تجاوز بهشون میکردی، نمیدونم افسرده میشدن، معتاد میشدن. البته ناگفته نماند زندگی اینجا هم سخته، ولی اقلا وقتی کار میکنه، اگه آخر هفته خواست بره ماهیگیری کنه، اگه خواست بره ورزش کنه، اگه خواست با دوست دخترش بره بیرون، اگه خواست با خانوادش بره بیرون، یه آدم بیکاری که شما بهش حقوق دادی برای خودت شعبون جعفر بیمخ درست کنی، اون مزاحمش نمیشه. اینم از این. خب ببینیم که دوستان برامون چی نوشتن. سینگل میدیا: Opposing the Iran deal has done great damage to AIPAC. AIPAC این مال به اصطلاح این یه چیزایی درست میکنن، حزبم نیست، مثل لابی هن، کمیته های فعالیت های سیاسی، و یکیش هست مال اسرائیل. انقدر این نتنیاهوی احمق تند روی کرد و دیوانگی کرد که الان به ضررشون تموم شده. دوستان عزیز، من تا یادم نرفته برم که دیگه وقتی برای این دوستان نمیمونه. بریم پای صحبت‌های آقای دکتر سرهنگ عقیلی پور بشینیم و بعد پس از ایشون هم صحبت‌های اون دوستی که مایل نیستن هنوز اسمشون گفته بشه. من هم از آقای عقیلی پور هم از دوستان دیگه خواهش میکنم که یه مقداری فکر کنن، اگر دوست دارن مایل هستن هفته‌ای، دو هفته‌ای یه بار، ماهی یه بار به صورت منظم مرتب برنامه‌هایی رو بذارن از خودشون باقی، و خصوصا
دوستان اونایی که سن زیادتری دارن به قول معروف خودشون میدونن دیگه، میگن سالمند هستیم، آخ شماها دیگه باید این تجربیاتتون رو منتقل کنید و برای جوانها برای چیز به صورت نوشته، به صورت دیجیتال، به صورت آدیو، به صورت ویدیو بذارید. این امکانات اینجا هست ولی باید یه هزینه خیلی کمی بابت این وقتی که من میذارم. این یعنی حقیقتا بازم تکرار میکنم، تلویزیون مردم یک ماشینه که ما شانس آوردیم، ارث پدری این ماشین بهمون رسیده، بنده شانس آوردم راننده خوبی هستم و من و ماشینه در اختیار شما هستیم. بی انصافا پول بنزینش رو بدید سوار بشید، صبح که زنگ میزنید من میام اونجا. اگه تابستون این ماشین خنکه، اگه زمستون این ماشین گرم، آماده بیاین سوار شید بریم به هم به مقصد برسیم. از اینکه وقت عزیزتون رو با برنامه من گذروندید بسیار متشکرم. لطف کنید تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. اگر این برنامه رو از یوتیوب میبینید، از فیسبوک میبینید، با دوستانتون شیر کنید، برای اونها برای لیستشون بفرستید. من خودم روی بالاترین روی فیسبوک صفحه خودم روی فیسبوک مردم تیوی میذارم، ولی اگه شما این لطف انجام بدید بیشتر و بیشتر، گفت هرچی ما میریم بیشتر و بیشتر، من دوست دارم بیشتر و بیشتر. مرسی. جناب آقای سربی، در ایمیلی خواستار شدید که نوشته اخیر خودم رو با بیان خودم قرائت کنم. این نوشته مبنی بر اینه که مقصر اصلی انقلاب تنها شاه نبود. به نظر من شاه عامل انقلاب بود، نه تنها مقصر انقلاب. مقاله چنینه: بر باد فنا داد رگ و ریشه جم را، چکلیسان غلامان خانزاد در دربار گرد هم آمده و دربار را به لانه فساد سیاسی، مالی و اشتدکده افسانه‌ای تبدیل کرده بودند. شادروان کم همتا دکتر حسین فاطمی در بیدادگاه نظامی گفت تا دربار شاهنشاهی وجود دارد انگلستان احتیاج به داشتن سفارت در ایران ندارد. در کلیله و دمنه قرخا پیش آمده، کار نزدیکان ملوک حسد و منازعت و بدسگالی و مناقشات است و روز و شب در پی یکدیگرند. در تحقق این نظر ناظر بودیم پیرامونیان در دربار پهلوی چنان به جان هم افتاده و وحشت ایجاد کرده بودند که نخست وزیر هویدا در یک پذیرایی به تیمسار نصیری رئیس سواک میگوید: تیمسار هر وقت موقع رفتن باشد قبلا مرا آگاه فرمایید. با کودتای شرم‌آور در 28 مرداد 32، امپریالیست جهانی با همکاری سران مذهبی، خائنین داخلی و اراذل اوباش، حکومت ملی دکتر مصدق را کنار زده و دولت و حکومت کودتا را جایگزین آن کردند و به قول حکیم اندیشمند نظامی، بارید به باغ ما تگرگی و از گلبن ما نماز برگی. کودتاچیان و عمله های دولتی به مدت 25 سال چنان بدکرداری کردند که انقلاب را به وجود آوردند و از بادی که کاشته بودند طوفان براندازی درو کردند و انقلاب بر باد فنا داد رگ و ریشه جم را. سقراط در دادگاه فرمایشی آتن بعد از اعدام فریاد زد: اگر مرا بکشید به خود بیش از من آسیب می‌رسانید. و پس از هزاران سال گفته سقراط این بار در ایران ما تکرار شد و تنها نام پهلوی
در خارج از کشور بنیاد پهلوی بود که آن هم بدون بنیاد علوی تبدیل شد. ولی نام مصدق، آن مرد همیشه بزرگ، در جایگاه بزرگان جهان قرار گرفت و در گوشه و کنار جهان، خیابانها، سالانها، در دانشگاهها مفتخر به نام مصدق هستند و صندلی او در دفاع از حقوق ملت ایران در دیوان بین الملل لاهه به عنوان یادگار نگهداری می شود. جان‌نثاران دروغین با فریب شاه او را در سراشیبی سعود قرار دادند و به شاه تلقی می کردند که همه چیز روبراه است و شخص او نادرالوجود تاریخ می باشد. همانطور که در سرود شاهنشاهی می گویند که از پهلوی شد صد ره بهتر زهد باستان، تا زانو خم شده و به شرف عرض مبارک ملوکانشان می رساندن، مگسی را که تو پروازدهی شاهید است. کم کم بر خود شاه هم مشتبه شد و روزنامه‌نگار ایتالیایی اوریو فانچی پس از مصاحبه طولانی با شاه نوشت: شاه معتقد است که روح داریوش بزرگ در وجود او حلول کرده. پادشاه به تاریخ گذشته علاقمند بود، اما در بند 3 گاتا شماره 32 فرمایش زردوشت را نخوانده بود که گفت: این کجندیشان و همه آنهایی که شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستند و این کردار فریبکانه است. تنها وزیر دربار علم که اجازه داشت مطالب را به عرض برساند، آگاهی و دانشی نداشت که به عرض شاه برساند. فریدون فرخ فرشته نبود، زمشک و زنبر ستوده نبود. به داد و دهش یافت این فراخی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. سیاستمداران با تجربه کنار زده شده و تکنوکرات های چند سباه آمریکا دیده افزار پادشاه را احاطه کرده بودند و پادشاه که با عشق به ایران میخواست کشور رو پنجمین قدرت جهانی برساند، راه و روش ناصرالدین شاه را پی میکرد که پس از کشتن صدر اعظم با حکومت یک نفره عرابه حکومت رو لنگ لنگان خود بکشد. پیرامونیان با پنهان کردن حقایق حاله ای از ابهام در وجود شاه ایجاد کرده بودند، در حالی که 700 سال قبل بزرگ بزرگان ادب و اندیشمند ما سعدی فرمود: ادب راستی به شه گفتن است، نه راز از شاهنشاه بنهفتن است. پادشاه که در قله قدرت و فرمان فرمایی یک نفره قرار گرفته بود، خود را بین چکش و سندان سرگردان یافت. چکش آمریکا که از ترس سرنگونی رژیم و از دست دادن منافع امپریالیسم به شاه فشار می آورد، به جای روی سرنیزه نشستن و حکومت کردن، اصلاحات اجتماعی و سیاسی را به جا آورد. بر طرف دیگر سندان مردم بودند که جانشان از خفقان ایجاد شده از بخشی از سواک اداره سوم به لب رسیده بود. طوفان برپا شد و کشتی روی امواج بالا پایی می رفت و کشور در شامگاه مصیبت قرار گرفت. ناخدای کشتی وامانده و خود را در بن‌بست می دید و از ناسپاسی نسبت به خود تنها به فکر تر کشور بود. سران ابتش شاهنشاهی به جز چند نفر
به پای بزرگ افتشاران فرموله خود افتاده و بدون درک درد مردم به سطوح آمده اجازه اقدام بر علیه جنبش مردم را تقاضا می کردن. تصورشان این بود که در طول تاریخ افسانه گذاشتن تاج بین دو شیر که شاه برود تاج را بردارد و بر سر گذارد تکرار شود. اما غافل از این بودند که اگر تاج پهلوی را بین دو گربه می‌گذارند، شاه مریض و سرخورده که 25 سال پیرامونیان به او دروغ گفته و اصلاحش کرده بودند، توانایی آن را ندارد تاج به زمین افتاده را بردارد و بر سر گذارد. و شاید تصورشان این بود که برود و ننگ شرم‌آور کودتای 28 مرداد تکرار شود. اما امپریالیسم غرب به سر کردگی قدرت مطلقه آن روز آمریکا به فکر این بود که به هر لحظه شده برای حفظ منافع خود ایران را در خیمه‌گاه امپریالیسم جهانی نگه دارد. به هنگامی که سرویس‌های امنیتی آمریکا و اروپا گزارش می‌کردند که شاه قدرت اداره کشور را از دست داده، به فکر فردای بعد از شاه افتادم. هنوز مزه قدرت مذهبیون در دهانشون بود که موفقیت آنان در پیروزی کودتای ننگین 28 مرداد مرهون همکاری مذهبیون در قم آیت الله بروجردی و از کاشان آیت الله کاشانی بود. ولی مردم می گفتند نه قم خوبه نه کاشون، لعنت به هر دوتاشون. ولی آنها موفق شدند و این بار نه قم و نه کاشان، بلکه از خمینی، مردی که با جرأت و کینه‌توزی سربلند کرده بود، به سراغش رفتند و او هم با نیرنگ و حیله آخوندی فریبشان داد و از فردای انقلاب و سوار شدن بر خر مراد بر علیه همه وعده های نوفل و شاتو به ملت امیدوار هم خیانت کرد و صراحتا گفت اگر همه بگوین آری، من میگویم نه. اینکه این بار هم باز مذهبیون در بالای جنبش قرار گرفته و انقلاب رو به چنگ آوردن تازگی ندارد. در طول تاریخ چند هزار ساله همیشه چنین بوده. قبل از اسلام مزدک و مانی روشنبینانی بودند که در ابتدا هم از رفورم و اصلاحات دربار می زدن و فشار دربار آنها را به باورمندی مذهبی کشانید. همون کار را هم در آخر سلسله ساسانیان معبدی به نام سلمان فارسی که از فساد فریاد می زد به طرف دشمن رفت. بعد از اسلام هم اکثر قریب به اتفاق جنبش‌های مردمی رنگ و بوی مذهب و با باورمندی مذهبی داشتن. ابو مسلمی که می آید تا بغداد و قدرت را به چنگ می آورد، دست به دامان امام جعفر صادق می زند. بعدها هم اگر در گوش و کنار سلسله های برپا شد، سکه به نام خلیفه بغداد می زدن و خراج می پرداختن. شاه اسماعیل صفوی هم که ایران پاره پاره شده را توانست یک پارچه کند، به نام شیعه اثنی‌عشری موفق شد، در حالی که او و خاندانش و شیخ صفی الدین اردبیلی سنی مذهب بودند. جنبش تکان دهنده تنباکو میزایزای شیرازی، بعد سید جمال الدین اسدآبادی، جنبش بابی سید علی محمد باب، نهضت جنگل میرزا کوچک خان و سایر جنبش ها همه مذهبی بودند. آن روز که صدای تپانچه میرزا رضای کرمانی در شهر ری به زندگی ناصرالدین شاه خاتمه داد، همانطور که سه قرن پیش از آن گردن چارلز اول را در انگلستان بریدند و تقدس و موهبت الهی سلطنت را شکستند، کشتن ناصرالدین شاه دیکتاتور هم در ایران افسانه پوچ موهبت الهی بودن سلطنت را در هم آمیخت.
و کشور را به جنبش مشروطه کشانید و دیدیم که گردانندگان مشروطه خواه هم مذهبیون بودند تا حدی که توانستند در قانون اساسی حق به تو برای پنج آخوند را بگنجانند. متفکر بزرگ و عالی خضر ابوالعلا گفت مردم به تو طبقه تقسیم می شوند، عده‌ای که دین دارند و عقل ندارند و عده‌ای که عقل دارند و دین ندارند. با اینکه کار جهان هیچ در هیچ است و ملل ستم دیده زیر چنگال استثمارگران دست و پا می زنند، دیدیم در شرق خورشیدی دمید که توانست زنجیر استثمار انگلستان را پاره کرده و راه گشای احقاق حق ملل ستم دیده باشد. بالای سرش هوشمندی میتافت ستاره بلندی. اگر با کودتای ننگین حکومت ملی او را برانداختند، اما حیات سیاسی ملت‌ها تسلیم به سکون همیشگی نمی‌شود. نور امیدی از معبد آزادی خواهان در احمدآباد از آن مرد همیشه بزرگ سوسو می‌زند و روزی خواهد رسید که از راه مصدق در مسیر استقلال و آزادی پیروزی شده و بساط بزرگ و بساط بزرگ سر امامداران هم برچیده و به عالم بقا می‌پیوندند. همون گونه که اوضاع دیروزی نماند امروز، به فردا نیز اوضاع امروزی نمی‌ماند و ایران ایران خواهد شد و سرچشمه است که تا دریاها پیش خواهد رفت. خوشا آنان که با عزت زجیتی بساط خیش بستند و رفتند. باسپاس فراوان. سلام بر شما و بینندگان و شنوندگان شما. در برنامه قبلی من قصد توهینی به جناب تیمسار آریانپور نداشتم، فقط الفاظی که ایشون در مورد زن ایرانی به کار بردن منو ناراحت کرد و اون چیزایم رو که میدونستم در اون مورد گفتم. هیچ به عنوان هر زن ایرانی این حق رو داشتم که اون لغات رو از ایشون نشنوم، الفاظی چون خانم بازی یا دختر بازی که واقعا برای من سخت این لغات رو تکرار کنم. به هر حال میخواستم از اینجا شروع کنم که 10-15 سال قبل از انقلاب چه اتفاقای افتاد که دولت مردان ما کارشون رو نمی کردن و نمی تونیم همه چیز رو شاه رو مقصر بدونیم. من یه شخص خیلی عادی بودم و در موقعیت‌های قرار گرفتم که وظیفه خودم میدونم در این سن و سال بگم. در برنامه قبلی خدمتتون گفتم که مرگ تختی نقطه عطفی در تاریخ ایران شد. بارها از خودمون سوال نمی‌کنیم در جامعه مردانه ما چرا تختی جهان پهلوان نامیده شد؟ این چه معنی داره؟ آیا در خارج از کشور در آمریکا شما به یه نفر اینجا بگین جهان پهلوان یا پهلوان بوده که بوده و بقیه کشتیگیران هم همون تلاش رو کردن یه کمی بالاتر، ولی شخصیت اجتماعی تختی جبهه دیگری رو پیدا کرد. برای که سخنم رو آغاز کنم چرا به تختی جهان پهلوان گفته شد، باید قبلش به دو نفر اشاره کنم. یکی سیاوش کسرایی شاعر اون زمان، یکی جلال آل احمد. سیاوش کسرایی شاعره، اینا
چند تا شاعر بودن که قبل از 28 مرداد عضو رسمی حزب توده بودن. داستان 28 مرداد همش بر علیه مصدق نبود. جبهه توده یا حزب توده خیلی قوی شده بود تا اونجایی که میدونم به رهبری خسرو روزبه. اگرم رهبرشون نبوده از توریسیاناشون بوده. سیامش کسرایی که شاعر بود و اینا بعد از 28 مرداد انصراف خودشونو میدن و از زندان میان بیرون. سیامش کسرایی دو تا شعر سروده که خیلی این دوتا معروف شدن. یکی از اینا آرش کمانگیره که اون زمان شعراش هم خیلی درازه، یعنی 5-6 صفحه است تقریبا، اونقدر که من یادم میاد. شعر آرش کمانگیر شایع شد که برای خسرو روزبه گفته شده، تا چه صحت داره نمیدونم، ولی یادمه چون من اینو خیلی میتونم بگم بچه بودم اینا رو به عنوان شعرگه بداری این ور اون ور توی روزنامه. شعر آرکش کمانگیر یادمه حتی در یک تیک از شعر اشاره میکنه سیاوش کسرایی که این تیکش میگه مبادا شان روز بهی در چشم، که منظورش هم خسرو روزبه بوده که خسرو روزبه یک خاری در چشم دولت مردان طرفدار شاه بوده. حالا تا چقدر صحت داره که این شعر آرش کمانگیر، ولی تمام این شاعرها به یک نحوی مردم عادی رو شستشوی مغزی میدادن. دومین شعر ایشان که خیلی سر صدا کرد شعری بود که برای تختی گفت و این شعر به اسم جهان پهلوانا. این شعر در زمانی که تختی زنده بوده و اون سالای 1342 یا 43 یا یه ذره قبلترش که تختی و تمام این گروه ورزشکارا که با تعداد زیادی مدال همشون به فرودگاه وارد شدن و مردم استقبال خیلی عظیمی از اینا می کنن، این شعر در همون زمان یعنی حول و حوش 1342 43 یا 41 گفته شده. این شعر باز طبق معمول درازه و تا اونجا که حافظم اجازه میده اینجوری شروع میشه. به سبک شاهنامه هم گفته بود اینو برای تختی. جهان پهلوانا صفای تو باد، دل دردمندان سرای تو باد، بماناد نیرو به جان و تنت، کسا باد صافی سخن گفتنت. این شعر خیلی درازه، اگر حتی من بعد از این سالها این شعر کاملش رو دارم، ولی پس یادمون نره که این شعر در زمان حیات و بحبوحه موفقیت ایشان گفته شده. یک جای دیگه در این شعر میگه به تو آفرین کسان پایدار، دعای عزیزان تو را یادگار، دریغا ز رستم که در جوش نیست، مگر یاد خون سیاوش نیست. باز در جای دیگه میگه کلاف نواهای از هم جدا، پی آفرین تو شد یک صدا، تو این رشته مهر پیوند کن، پریشیده دلها به یک بند کن. این شعرها بود در اون چند سال و این شعر تختی رو خیلی معروف‌تر کرد. باز در جای دیگه که همه اینا به سبک شاهنامه گفته شده، در این شعر میگه سیاوش ها کشت افراسیاب،
ولی چن تکانی نخورد از آوزا. دریغا ز رستم که در جوش نیست، مگر یاد خون سیاوش نیست. این شعر در روزنامه ها مجلات به یک طریقی گهگداری چاپ می شد و ایشون هم زنده بودن. از طرف دیگه می تونم در مورد تختی اینطوری آغاز کنم که تختی حدود 3-4 سال قبل از فوتش با خانومی به اسم شهلا توکلی ازدواج کرد. انعکاس خیلی شدیدی تو روزنامه ها و پیدا شد و خیلی جالب عکسای ایشون و عکسای بسیار زیبا و بالاخره مردم دوستش داشتن و انعکاس شدیدی داشت که یادم یکی دو تا از این روزنامه ها این شعر فردوسی رو تقدیم خانومش می کردن و مقاله ها با این شعر آغاز می شد که نبندد تو را دست چرخ بلند، که گفتد برو دست رستم ببند. به خانومش این شعر رو تقدیم می کردن یا برعکسش، که گفتد برو دست رستم ببند، نبندد تو را دست چرخ بلند. و مطبوعات خیلی انعکاس جالبی داشت و این 3-4 سال حدود 3 یا 4 سال قبل از فوتش بود. معروف شدن تختی پس جهان پهلوان شدنش به خاطر شعر آقای سیاوش کسرایی بود که این شعر رو بعد از فوتش توی مجلس ختمش مرتب تیکه تیکه با بلنگو میخوندن. که اگر فرصتی باقی باشه و من این شعر رو پیدا بکنم خوشحالم که دارمش. از طرف دیگه تختی چرا اینقدر معروف شده بود بین مردم؟ بزرگترین علتش زلزله‌ای در سالهای اواخر سالهای 1330 39 در اون یا 40 اتفاق میفته که از تهران تا میتونم بگم همدون و کرمانشاه رو تکون داد و مثل این که بهش میگفتن زلزله بوئین‌زهرا، ولی بیشترین خرابی رو در قزوین و اون منطقه به وجود آورد و به مردم هم شروع کردن پول جمع کردن و کمک به زلزله زدگان. گویا تختی خودش یک تنه این چیزی بود که باعث شد تختی خیلی معروف شد و بسیار آدم درستکاری بود. گویا در زلزله بوئین‌زهرا تختی خودش یک تنه پول جمع میکنه و در محل میره یه تعدادی با اون پول برای زلزله زدگان بوئین‌زهرا خونه های درستی می سازن که من یک بار فکر می کنم در اون محل حاضر شدم. بعدها رو میگم، یعنی دیدم که همچی جای هست، گویا حتی به اسم ایشون گذاشتن اون منطقه رو، اون کوچه رو، اون دیگه حالا حتما هستش. این یکی از موفقیت های تختی بوده که تمام اون پول رو صرف کمک به زلزله زدگان کرده. و دوستی می گفت که حتی این دستفروش های توی خیابون های تهران، این کشوه های، این سیگار فروش ها، اینایی که فقط دکه داشتن، دوستی می گفت اینا همینطوری کشوشون رو می کشیدن و پول رو خالی می کردن توی این چیزی که آقای تختی داشته. این دو سه تا مسئله تختی رو خیلی مجزا کرده بود در اون سالها. حالا چرا تختی در اون برهه زمان اون اتفاق میفته؟ و
من یه مقدار زیادی در مورد تخییر مطالعه زیاد داشتم. بقیه اون ورزشکارانم مدال می گرفتن. ولی اونقدر محبوب نمی شدن. ایشون در راه آهن کار می کردن. وضعیت تهران در سالهای 1340 تا از اون سالها من در اون تهران زندگی کردم و مرکزیت تهران رو میتونم بگم در محیط دانشگاه تهران و خیابون شاهرضا حول و حوش اون نواحی. چهارراه پهلوی، تقاطع خیابون پهلوی که الان مثل این که شده ولیعصر و شاهرضا، تقاطع این دو تا خیابون رو که گویا شاهرضا الان آزادی اسمش، درست نمیدونم. بعد این تقاطع رو بهش میگفتن چهارراه پهلوی و به خاطر نزدیکی به دانشگاه تهران و میدون 24 اسفند که الان مثل شده دفاع مقدس یا نمیدونم مثل میدون 24 اسفند چی شده، ولی از امیرآباد بالا که میومدین به اون میدون میرسیدین دست چپ به طرف شاهرضا که میومدین چهارراه پهلوی جزه میتونم بگم از نظر سوغلجیشی جای خیلی مهمی بود. چرا؟ به طرف بالا میرفت، به طرف دانشگاه، به طرف دست چپ دبیرستان البرز، دبیرستان دخترانه انوشیروان دادگر، البرز مدرسه دبیرستان پسرانه بود. اینا همه در همون حول و حوش چهارراه پهلوی بود. در اون چهارراه یک گل فروشی وجود داشت در داخل خیابون شاهرضا، خیلی نزدیک به خود چهارراه پهلوی یک گل فروشی وجود داشت به اسم گل فروشی روز. این گل فروشی من خودم میتونم بگم در به خاطر محلی که کار میکردم، خیابون عرفه و تالار رودکی به اونجا باز خیلی نزدیک بود. محلی که من کار میکردم گهگداری ما به این گل فروشی میرفتیم، به گل فروشی روز، به خاطر اینکه دست گلی کاری چیزی داشتیم. از میتونم بگم درست من از سال 1342 تا مثل این که تخییز 1346 فوت کرد و بعدش ما مرتب به گل فروشی می رفتیم. قبل از این که تختی فوت کنه ما وقتی داخل این گل فروشی می رفتیم تمام در دیوار این گل فروشی پر بود عکس ها و مقالاتی که راجع به تختی نوشته شده بود و حتی عکسای ازدواجشون با خانومش، عکس فرزندش، مقال تمام این آقا قاب کرده بود و به در دیوار این گل فروشی ما وای میسادیم گهگداری با این، چون خودم همیشه خیلی علاقه من بودم و دوست داشتم نمیدونم چرا، و خانومشونم درست با من همسن بود. ایشون مثل که با خانومشون حدود 16-17 سال اختلاف سن داشتن، حالا دقیقا نمیدونم ولی 15 سالو داشتم. این گل فروشی مرتب به خاطر وضعیت کاری ما شاید هفته یه بار به این گل فروشی رفت آمد میکردیم. و این اواخر قبل از اینکه ایشون فوت بکنن از این آقا ما من همیشه میپرسیدم که شما هم کشتیگیر بودین؟ میگفت نه، من با تختی فامیلم. و حتی یادم مرتب یه تکرار میکرد میگفت پسر خالمه یا پسر پسر خالمه، یه چیزا اینجوری میگفت، میگفت نسبت فامیلی دارم این آقا میگفت. و سه چهار تا آقا در اون گل فروشی کار میکردن، اینا رو که من میگم همون هولو هوش ازدواجشون بود. ولی به ترتیبی که من در اون محل کار میکردم
و از طرف دیگه باز تمام زندگیم در همون حول و حوش بود. یک ماه قبل از فوت ایشون ما و گروهی همکارای من که از اون خیابون عرفات پیاده می اومدیم ساعت 12، من همیشه بین ساعت 12 تا 1 تعطیل می شدم و از خیابون عرفات پیاده می اومدم سر چهارراه پهلوی، یه چند خانوم بودیم می اومدیم اونجا یا تاکسی می گرفتیم که هر کی بره دیگه دنباله. این اواخر می دیدم که خود آقای تختی و چند نفر با همون آقایونی که در اون گلفروشی کار می کردن اونجا ایستاده بودن و وای می سادیم. یه چند تا دختر خانم بودیم باشون شوخی می کردیم، گفتیم حالا که دیگه ازدواج کردیم چرا، یه چند کلمه باشون حرف می زدیم و دیگه. اینا رو که دارم میگم قبل 10 روز قبل از فوت ایشونه و اون گلفروشی همیشه اون اعتقاد رو به تختی داشت و خیلی به ایشونم احترام میذاشت و باعث شده بود ما دیگه بیشتر اونجا رفت و شد میکردیم که حتی آخرین عکسی که از تختی هست که ایشون در قید حیات بودن، آخرین عکسی که هست درست در اونجا جلو گلفروشی با 3-4 تا آقا وایستاده که بعدها حالا دیگه